بینندگان عزیز با سلام به شما و با این امید که اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز 11 سپتامبر 2020 هست، برابر با 21 شهریور 1399 و مصادف هست با 19 سالگرد اون فاجعه که چه عرض کنم، اون مصیبت سپتامبر 11 یا 11 سپتامبر 2001 که دیدید اینا میگن 19 نفر با چاقوهایی که با کاردهایی که بذارید من این فیسبوک رو هم راه بندازم و بیام خدمتتون. یک لحظه اجازه بدید سوربی اینجا، بله، و شیر کنید دوستان. این برنامه ها رو من میبینم تو همه برنامه ها از دوستانشون میخوان که شیر کنن، ما میخوایم که شیر کنید ولی نمیدونیم شما این کار رو انجام میدید یا نه. آقای سلیمانی و بعضی از دوستان این کار رو انجام میدن و ما این هفته دیگه واقعا همه سیستم جدیده، فقط دوربینه قدیمیه که داشتیم، هرچی دیگه نگاه میکنیم میبینیم که جدیده. و برنامه قبل هم با خانم عکافیان بودیم از ایران، حتما اگر ندیدید برید بعدن تماشا کنید، برنامه بسیار جالبی بود و ببینید که سازمان مجاهدین چگونه 50 سال خودش رو سر کار گذاشته و یه عده‌ای رو واقعا اونجا اسیر، وقتا میگفتن آقا اسیرمون کردی، گرفتارمون کردی، اینم همین. و اما امروز، یعنی من دو شب قبل یکی از دوستان زنگ زد گفت که خبر داری که داور ویسه فوت شده؟ گفتم نه، و گفتم معمولا برای این هنرمندا، صاحب تلویزیون، صاحب برنامه، هر دو سه ماهی یه شایعه میاد بیرون که فلانی فوت شده. یادم یه بار آقای ستار دلدار اعلام کرده بود که ویگن فوت شده، ویگن نیم ساعت بعدش زنگ زده بود بهش که آقا من اینجا نشستم زنده، چی فوت شدم و اینا. و این ماجراها بوده. خانم همیرا تا حالا چندین بار گفتن فوت شده، بنده خدا امیدواریم که 120 سال عمر کنه. و دیگه حتما شما هم این تجربه رو دارید که هنرمندای مختلف، شجریان تا اونجایی که من میدونم ایشون زنده است و در منزل هست، حالشون خوب نیست ولی بارها نوشتن که فوت شده و اینها. و اما داور ویسه که مدیر یا صاحب تلویزیون رنگارنگ بود و سالهای سال از وقتی که من یادمه از سال 87 و 88 و اینها، یعنی حدود 32-33 سال پیش، این خودش تنها اینجا، قبلا با خانمش اون سوسن خانم بود، بعدا جدا شدن با افراد دیگه و یه مدت با آقای محمد صحت شریک شده بود و اینها. خلاصه آدم خوش اخلاقی نبود که بتونه با کسی شریک باشه، حتی شریک زندگی نداشت. من یادم یه دفعه خواهرش به شوخی من گفت که سوربی تو چجوری اینو تحمل میکنی؟ گفتم حسنش اینه که ما چند ساعت میایم اینجا و میریم، مثل پدر بزرگ هستیم، نوشو میبینه و میره، تا خواست گریه کنه، تا خواست کار بد انجام بده ما ولش میکنیم میریم. و در هر صورت من دیروز وبسایت رنگارنگ تیوی رو چک کردم و اونجا نوشته بود فوت شده. حالا اگه کسی خبر بیشتر و به اصطلاح موثق تری داره به ما بگه. من اینجا براتون اینو نشون بدم که بله، ببینید روی پلیر دو، حالا دیگه این ماجرای رهبر آزادگان جهان و اینها، متاسفم واقعا که بعضی از دوستان اینجوری یه نفر رو میفرستن بالا بوتش میکنن، بعدم بعضی ها چنان میزنن این زمین که تمام استخونش خرد میشه، همونجوری که اینجوری اینجا میبینید نوشته روی صفحه وبسایت خود اون تلویزیون رنگارنگ. تلویزیون رنگارنگ در گذشت آقای داور ویسه رهبر آزادگان ایران و بزرگمردی از دیار اهورایی را به کلیه بستگان و دوستداران رنگارنگ تسلیت میگوید، در صورت تمایل تسلیت خود را به آدرس tasliat@rangarang.us ارسال فرمایید. و جالب این بود که برنامه زندهش روی ایر بود، یعنی مثل این که من الان اینجا بیافتم بمیرم این برنامه زنده است، ولی هیچی نشون نمیداد و فقط این تصویره رو نشون میداد که پایین میبینید الان پلیر دو، این قسمت تصویر شمع و اسامی که اون زیر میومد و ساعت هم اگه نگاه کنید
پایتخت آمریکا 13:45 13:45 خلاصه 71 سالش بود و خب بالاخره الان ایام کرونا هست و خیلی ها تو ایران که خیلی ها جوانتر فوت میشن 40 ساله 50 ساله و اینها، همینجا هنرپیشه چند ساله فوت شد و اینها در هر صورت. ولی برای من جالب بود که دیدم یکی از دوستان، حالا شاید نخواد من اسمش رو بگم، نوشته بود که به یقین به داور چیز اتمی دادن و اینا. گفتم آقا والا بلا، من چند روز پیش رد شدم، اتفاقا دیدم که این داور از موقعی که با بهکام آشنا شده بود خیلی ترسو شده بود، مواظب بود، اسلحه رفته بود خریده بود، گیت گذاشته بود، در گیت تلویزیونش رو میبست به اصطلاح در ورودیشو. حالا وقتی میگی در گیت، شما فکر نکنید آپارتمانایی که گیت دارن، یک خونه کهنه قدیمی اینجا سالهای سال بنده خدا داشت که نه آشپزخونه ای داشت نه چیزی، از تو همونم میرفت بالا مثل سربازا میخوابید اونجا و اینها. بله، میگن شاد خواستن سر به سرش بذارن. سر به سر کی بذارن آقا؟ مردن که دیگه شوخی نداره. در هر صورت یه روزم میاد میگن سوربی فوت شد و اتفاقا کار خوبیه که آدم یه کسی رو داشته باشه، بهش اطمینان داشته باشه. من مثلا ممکنه به سعید پتیک، خیلی اهل فیسبوک نیست، یا همین آقای اکبری اجازه ادمین بدم که وقتی یه طوری شدیم بنویسه با سوربی مرد قصه خلاص، حالا تا نمرد سوربی و تلویزیون بازه حمایت کنی. در صورت اون چی که من میدونم اینه که یه نفر به من زنگ زد، اونم گفت خواهرش شنیده که داور فوت شده. منم تنها کاری کردم یه تلفنم به چی زدم، به شماره تلفن دستیش، بذارید الانم بزنم و یه پیام براش بذاریم، حالا چه زنده باشه چه فوت شده باشه. این به نظر من کار بدی نیست، اینجا بگیم تلفن، بعدم بگیم که کیپد شماره تلفنش بود 703 دیگه، حالا باقیشو نمیگیم، 1 2 3 4 4 تا شماره آخرش تکراری بود، خوب بود. بله، چرا اینجا نوشت و عمل نکرد؟ میگه کیپد، این که داره یه جای دیگه زنگ میزنه. آها، نمیدونم بگم اسم آقا، واقعا به اینا نمیشه گفت آقا، یکی زنگ زده راجب داور توبت میکنه، انگشتم کرده تو دهنش صحبت میکنه. آخه شما آقا اینقدر ترسو هستی که پشت تلفن شماره تو نمیذاری، صدا تا عوض میکنی، بدبخت برو بمیر. ما که اینجوری آمدیم، حالا هرچی عقیدمونه وایستادیم داریم میگیم شجاعانه. خب من سوربی هستم از تلویزیون مردم، شما 3 بار زنگ زدید، 2 بارش پیغام گذاشتید، 1 بار پیغام نذاشتید، زنگ بزنید با هم صحبت کنید. بعد آدم باید خیلی پست باشه، ذلیل باشه که از مردن دیگران خوشحال بشه. یعنی شما اینقدر ضعیف هستید که از زنده بودن خودتونم نمیتونید استفاده کنید. در صورت سوربی هستم، شماره تلفن ما همه جا هست، 202-695-2573 و بیچاره دیگه دست تو دهنت نمیخواد بکنی مثل بچه های کوچولو. حرف بزن، عقیدت چیه، به من مخالفی بگو، در این باره مخالفم، تو این قسمت موافقم و الی آخر. در هر صورت امیدوارم شما زنده باشی و به نظر میرسه از مردن دیگران خوشحال میشی. این خیلی آدم ذلیلی هستی، تا روزی که یاد بگیری از مردن دیگران خوشحال نشی. خب نمیدونم بهت بگم به امید دیدار، فکر نمیکنم، چون انقدر ترسو هستی شاید منو ببینی غالب تویی کنی و بمیری. دوستان، این ماجرای مردن، نوبت همه میرسه، دیر یا زود. اینجا میگن یه نفر زودتر یه نفر دیرتر. حالا یه جوری باشه که حتی خودمون از مردنمون نترسیم و از زندگیمون انقدر خجالت نکشیم که بگیم خب حالا ما زنده که بودیم چه غلطی کردیم که وقتی بمیریم چی میشه. آقای
افراخته میگن چرا جهانیان به دنبال مسیح و عیسی و موسی و مارکس و لنین و روس و انگلیس و چین میرون برای نجات جوامع، آخرین موجوداتی که باقی ماندن شیفتگان انتخابات آزاد دموکراتیک هستن. آقای افراخته، کاگو جون، آقا مجید، که این بار اگه اومدم آلمان حتما هم به شما سر میزنم هم با آقای اکبری، خب قربونت برم، اینجا که تابلو اعلانات نیست که شما ببین ما داریم راجع به چی صحبت میکنیم، شما در همون مورد نظر بده و اینجوری یه احترامی به من گذاشتی، منم احترام به شما، حالا یه احترام دیگه به خودت بذار، این نوشته رو پاک کن، سعی کن درباره موضوعاتی که اینجا ما عنوان میکنیم صحبت کنید. خیلی ممنون، متشکر. و آقای فرزاد نیساری رو ساعت 3 بعد از ظهر به وقت نیویورک واشنگتن داریم. و اما ترامپ هر روز داستانی جدید، افتضاحی جدید، و دیگه مردم عادت کردن به افتضاحات این. آخرینش این بود که خب همه که میدونستن این درباره کرونا درست مثل آخوندا به مردم دروغ گفت، درست مثل آخوندا به موقع عمل نکرد. و خب اونایی که توی ماجرای کرونا از لحاظ پزشکی اطلاعاتی دارن خیلی نگرانن، میرن به اصطلاح دنبال میکنن. بذارید من این چراغه رو دوستان خاموش کنم و بیام که این نور میندازه توی کامپیوترمون، معلوم نیست. بله ببخشید. و اونا هر روز دنبال میکنن، میبینن بعضی کشورها قشنگ عمل کردن، بعضی کشورها اولش بد عمل کردن بعدن درست عمل کردن. ولی ترامپ کلن چون آدم شالاتانیه، آدم پلیدی هست، آدم دروغگوی هست، حتی دیروز معلوم شد که اون آقای جنرال مدس یا مدداگ بهش میگفتن که وزیر دفاع بود، این گویا با دیگران صحبت کرده بوده. نمیشه گفت کودتا، چون توی قانون آمریکا کابینه یه دولت میتونه بیاد بگه که این رئیس جمهور صلاحیت به اصطلاح اداره یا مدیریت نداره و اونو برطرف کنه، به اصطلاح اخراج کنن. ولی این لازمه که نخست وزیر یا معاون رئیس جمهور بیاد باشون همچین کاری انجام بده. این پنس که مثل یه سگ یه تیکه استخون میندازن جلوش، فقط دومشو تکون میده. خب من آقای افراخته مثل که اینجا نیست، من با اجازهتون این پیام اینجا رو دیلیت کنم، چون چندین خطم نوشتن و طولانی میشه. و بله این انتخابات آزادی که آقای افراخته میگه، آقای افراخته اینجوری دل مردم رو خوش کردن و سرشون رو گرم، انتخاباتی از 800 میلیون دلار تا حالا این خرج کردن برای انتخابات، برای یه شغلی که سالی 400 هزار دلار پرداخت میکنه، چجوریه که طرف سالها میشینه برنامه میریزه که من میخوام بیان این شغل رو بگیرم، حالا یه شارلاتانی مثل ترامپ میگه من حتی حقوقش هم نمیخوام، حقوقه رو هم دادم به یه سازمانی و الی آخر. ولی اونایی که حقوق میگیرن مگه این حقوق چقدره؟ مگه چند در میارن؟ خلاصه اینم یه ماجرایی. میخواستیم با آقای داور زنگ بزنیم، بذارید من شمارهشو بگیرم، 703 اینجوریو. بله اینم 1 و 2 و 3 و 4. حالا ببینیم که تماس برقرار می شود یا نه. خیلی جالبه اگر زنگ بزنیم اون بنده خدایی که فوت شده، اون دنیا هم این تلفن رو بتونه جواب بده یا بشنوه چی میشه. و بذارید من اینو باز کنم اینجا، بله اسپیکرم اینجا رو باز کنم، ببینیم که صدا بهتر میشه الان رو تلویزیون من. نه دیگه امروز دیگه جواب نمیده، تا دیروز جواب میداد تلفن، میگفت پیام بذارید. Please leave your message for داور. آقای داور سوربی هستم از تلویزیون مردمم، اگر فوت شدی که خدا بیامرزتت، اگه زنده هستی برات شایعه درست کردن، ولی دیدم و شنیدم که گویا حتی ایشون چند روز فوت شده و دیروز پریروز تازه خانوادهش خبرش رو راه انداختن و به اصطلاح بین این اون پخش کردن و ویدیوهایی هم درست شده. حالا کسی در این مورد اطلاعی داره تماس بگیره به ما هم بگه، که مهمم نیست، همون جوری که بهتون گفتم هممون یه روزی
از این دنیا میریم، دیر یا زود. میگن سوخت و سوز داره، دیر و زود داره. نه، میگفتن دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. یعنی دیر و زود میشه، ولی این نیست که امکان نداشته باشه. خب میگن که درود بر شما گرامی سربی و دیگر دوستان در برنامه خانم شیدا شیرازی. خیلی ممنون خانم شیرازی، من بعضی از نوشته‌های شما رو میخونم و به نظر میاد با شما خیلی توافق دارم. لازم نیست با همه دوستان 100% توافق داشته باشیم، همین که وجوه مشترکمون رو پیدا کنیم و درباره اون وجوه مشترک با هم صحبت کنیم. مثل این میمونه که یه اتوبوسی داره از اینجا میره واشنگتن، یکی سوار میشه تایسنس کورنر پیاده میشه، یکی سوار میشه فارس چرچ پیاده میشه، یکی سوار میشه تا آخر خط پیاده میشه که راننده میگه بلند شو رسیدیم دیگه خوابت نبره. خیلی ممنون. آقای اکبری لطف کرده بودن پیغام گذاشته بودن در رابطه با چند تا فیلمی که ما گفته بودیم. دوستانی که میخوان از طریق پیپل کمک کنن، این آدرس بسیار ساده بیارمش دوباره. کجا رفتی؟ پیپل. میگه که paypal.me/ یا ممیز مردم تیوی، میتونید اونجا کمک کنید. آقای شاهین فاتحی هم بسیار مقاله های مفید و خوب و بامزه و پرمحتوا و کوتاه می نویسن. مثل دیگران برای نمره انشا الکی نمی نویسن یا تکرار مکررات نمی کنن. مقالهاشون خیلی پرمغزه و روی صفحه فیسبوکشون می زارن. من هم می خونم و استفاده می کنم و یاد می گیرم. کتاب جدیدی که درباره ترامپ شارلاتان نوشته شده و آقای باب وودورد که یکی از اون دو جوانی بود که زمان نیکسون اون ماجرای واترگیت رو برملا کردن و به استعفای نیکسون به اصطلاح سرانجامی، ایشون این کتاب رو نوشته و اطرافیان ترامپ چون میدونن این بی سواد نادانه، درست این شاه بهش گفتن نکن این بلده پدرتو در میاره، گفته نه من جوابش میدم، من میخوام کتاب قبلی رم که نوشته چیز کنم. 18 بار باهاش مصاحبه کرده و یکی یکی مصاحبهاشو با صدای خودش پخش میکنن. هر یکیش ضرر زده، حتی به جایی که چیزای محرمانه و سری و فوق سری آمریکا رو هم شما اصلا همچین چیزی دیده بودید که تا یه نفر توی کاخ سفید است این همه کتاب اونم از طرف اطرافیان و نزدیکانش نوشته بشه درباره بد بودنش، دزد بودنش، اونم از طرف فامیلش نوشته بشه. بابا آقای فرهنگ حمید قربان، این بابا این اصلا معجزه است، تو رو خدا ورش دارید ببرش اسرائیل، این همون کینگ دیویدتونه. چی بگیم به خدا؟ رسوایی جدید برای ترامپ و همدستانش. و اما آتش سوزی در یک طرف آمریکا، این بر دیروز و پریروز همین خیابونا رو هم آب گرفته بود، سیل و اینها، اینجا بارون و سیل، اون طرف آتش سوزی به حدی که میگفتن روز قیامته، یعنی ساعت 11:30 سان فرانسیسکو هوا تاریک شده بود و مردم میگفتن این شب میمونه. حتی من با آقای ذوالفقاری صحبت میکردم، ایشون گفت که ما اصلا چراغ روشن کردیم دیورینگ توی روز چون انقدر هوا تاریک شده بود. پس شد آتش سوزی اون طرف آمریکا، بارون این طرف و برف هم قوز بالا قوز. باورتون میشه توی سپتامبر برف بیاد در کلیولند، نه فکر کنم کلرادو درس هرچی، یا یکی از استانا، مهم نیست. از اون طرف هم ترکیه و یونان که متحدین ناتو هستن دارن آماده میشن که با هم بجنگن. ترکیه هم هی گفت که ما اگر با منطق صحبت میکنیم به اصطلاح دلیل ترس نیست، دلیل اینه که باورمندیم و اگه پاش برسه بابت این باورمون جنگم میکنیم. امیدوارم جنگی نشه، همش سر نفت و گازهای متعددی هست. این نقشه قبرس و یونان و ترکیه و اینا رو نگاه کنید، آخه اینا که وجود نداشتن که، هی یکی یکی شده ترکیه، شده نمیدونم فلان، حالا مینی یکیش نزدیک اینه جزیره ولی مال اونه. خلاصه سر نفت و گاز و اینها باهاشون، سر درآمدهاشون دعوا دارن، امیدواریم به جنگ نکش. خیلی ممنون خانم شیرازی. شما شیرازی هستی یا فامیلیت شیرازی هست؟ چون ما دو نفر شیرازی داریم،
یکی شیرازی بود، خودش هم شیرازی بود، باباش هم جواهر طلا فروشی داشت تو شیراز، یکی هم آقای رضا شیرازی که ایشون آبادانی بود. البته آبادانی ها میدونی که یه نسل ازشون بپرسی بابات از کجا اومده، یا میگه از اصفهان اومده یا از شیراز اومده و اینها، و آدمای زحمتکش میتونستن برن اونجا تو اون گرما کار کنن. در اصل ایشون نوشته شما جالب و رک حرف میزنید، امیدوارم که حرفام درست باشه و اگر درست نیست شما دوستان خوبی باشید، به من بگید کجا اشتباه کردم و چه چیزی رو غلط گفتم و من هم اینقدر آدم خوبی باشم که قبول کنم برم دنبالش و تصحیحش کنم. خیلی ممنون. دوستان اینجا نوشتم که 19 سال پیش 11 سپتامبر 2001 و برید پیدا کنید اون نواری رو که ترامپ زنگ میزنه به فاکس نیوز، اون موقع هم فاکس نیوز اولایی بود که درست شده بود، و میگه که عربستان سعودی این کار کرده و دولت جورج بوش خیلی بی عرضه است که امر نمی کنه به عربستان سعودی و چنین و چنان. حالا همین شارلاتان به خاطر پول و منافعش اولین کشوری رو که رفت دید همین عربستان سعودی بود که اونجا با شمشیر رقصید و اونجا دخترش رو نمیدونم خانوادش رو همه رو برده بود و چه معاملاتی که انجام داده، چه وامهای کلانی که گرفته. ولی دنباله این مکافات ها و افتضاحاتی که به بار میاره و از همش مهمتر هست اینه که حالا دیگه به ارتش پیله کرده. این میدونید که از همون قدیم میگم من از جنرال ها بیشتر بلدم، من از نمیدونم جنرال ها بیشتر طالبان میشناسم، من توی ارتش چنین و چنان. کسی که از ترس رفته بود نامه دکتر قلابی گرفته بود که یه استخون کوچولو ته پاش اذیت میکنه و نمیتونه بره جنگ، حالا میگه من از همه بیشتر بلدم، از همه شجاعترم فلانم، و تازگی ها میگه که من سربازا رو دوست دارم، سربازا منو دوست دارن، ولی این جنرال ها جنرال ها آدم های خوبی نیستن، چون اینا همش به فکر جنگ هستن، چون شرکت ها و به اصطلاح سازمان هایی که جنگ که اسلحه میسازن به این جنرال ها کیک بک میدن. کیک بک یعنی همون پولای زیر میزی. بله، خانم شیرازی میگه من زاده آبادان هستم ولی شوهرم شیرازی و فرزندانم در شیراز تولد شدن و در هم آبادان زندگی کردم و سالها در شیراز. خیلی خوشحالیم که شما یکی از بینندگان ما هستی و من همیشه گفتم اون شعر رو که آقای اندی هم خیلی زیبا اجرا کرد، اهل هر کجا که باشی ما همه ایرانی هستیم. یه قدم هم بریم بالاتر و بگیم که اصلا شما اهل هر کجا باشی، انسان باشی، ما هم انسان هستیم و امیدواریم که با هم بتونیم دوستای خوبی باشیم حتی اگر مخالف باشیم. خیلی ممنون. بله بله، نصف آبادانی ها اصلشون مال دوان هستن. دوم، اتفاقا آموزشگاه های رانندگی شیراز که تو خیابون نادر و اصلاح‌نژاد و اینها هم بود، اونا هم مال دوون یا همون دوانی بودن. و خیلی ممنون و متشکرم از دوستان، از آقای اکبری، از خانم شیرازی و از دیگران. دوستان امروز ساعت 16 آقای حسن ارشاد برنامه 286مین خود را برای شما اجرا کردند و ضبط کردند و ما همینجا نشون میدیم. من چند هفته پیش یه نوشته از یک آقای اومد که ادعا کرده بود وکیله و بهش گفتم آقا این مزخرفات چیه مینویسی اینها، یه کمی با هم کلامون توی هم رفت. ولی من بارها گفتم اگه یه کسی یه چیز خوبی مینویسه ما باید اون خوبه رو بگیم خوبه، اگه یه چیزی رو بد مینویسه بگیم بده، اگه یه چیزی اشکال داره بگیم اشکال داره. حالا یه چیزی نوشته که به نظر من جالبه، اینو برای شما هم میذارم اینجا، اگر تصویر بیاد شما هم ببینید. این عکس ها بعضی هاش خیلی قشنگ میاد توی اون، بعضی هاش نمیاد، چرا نمیدونم، شاید فرمتش همون ماجرای پی ان جی یا اون یکی دیگه جی پیگ باشه. حالا من براتون با این دوربین نشون میدم چیزی که ما اینجا زیاد داریم، دوربین و پلیر. دوستان این برنامه‌ای که من استفاده میکنم به عنوان میکسر، آدیو ویدیو میکسر، اسمش هست وید بلاستر و
قیمتش حدود $1,000. من میتونم بهتون تخفیف بدم، براتون نصب کنم، اگه اشکالی پیش اومد با فارسی راهنماییتون کنم. و نماینده فروششم توی ویرجینیا بنده هستم. میگه خلاصه آنکه این آقای سید رضا درودی وکیل دادگستری اینو 4 روز پیش نوشته، یعنی تازه از تنور در آمده. خوشحال میشم اگه دوستانی که اینجا هستن نظرشون رو راجع به این نوشته هم بگن برای ما. بعدم بریم سراغ آقای اکبری و پیامهاش راجع به فیلم هایی که رفته و دیده و نظرش رو گفته. من ممنونم. میگه که این 2 صفحه بود، من صفحه دومش نصفش رو برداشتم. خلاصه آنکه ترامپ به طور کاملا ناخواسته خدمتی بزرگ به ایران به ویژه جمهوری اسلامی انجام داد، بدین صورت که ترامپ بهانه ای شد که تمام دشمنان ایران در سراسر جهان، اعم از داخلی و خارجی، ایرانی و غیر ایرانی، را در یک مجموعه واحد و یک جا جمع شده و پس از معرفی و نشان دادن واقعیت خود به جهان و به ویژه ملت ایران، خود را بسیار مفتضح و خرابتر از قبل نمایند. جمله ها را دوستان وقتی طولانی می نویسن آدم گم و گور میشه تو این فعل فاعل مفعول. آقا کمتر بنویسید، نقطه سر خط، دوباره جمله بعدی رو بنویسید. الان این جمله غلطه، این پاراگراف کلا غلطه. ایشون ادامه میده: کاری را که مسئولین جمهوری اسلامی طی 40 سال نتوانستن انجام دهند. دوست عزیز، حالا نمیخوام اسم ببرم، شایدم بیننده برنامه باشن چون ایشون سوال کرده و ساعت چند برنامه شروع میشه. ببین دوست عزیز، کاری را که مسئولین جمهوری اسلامی طی 40 سال نتوانستند انجام دهند، ترامپ و متحدینش ظرف کمتر از 4 سال انجام دادند. اکنون جهان بیش از آن که خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی باشد، خواهان رفتن ترامپ و دوستانش از قدرت در آمریکا هستند. این جمله هم غلطه. در هر صورت این جانب نویسنده رضا درودی به عنوان مخالفان و براندازان ایران، حالا گوش کنید، ایشون مخالف مخالفان و برانداز براندازان ایران، همیشه خواهان شناخت کافی ملت ایران نسبت به دشمنانشان بودم که قطعا این مهم در سطح جهانی و خارج از کشور را کسی نمیتوانست انجام دهد بجز دونالد ترامپ و یارانش و مکرون یه مش عربی نوشتن و آنها دست به تدبیر بزرگی زدن و ما نیز به تدبیر بزرگی دست زدیم، ولی آنها نمیفهمند. پس بنگر که پایان تدبیر آنان به کجا انجامی. این هم آقای سید رضا درودی وکیل دادگستری که نوشتهاش بیشتر حزب اللهی و چیز هست، ولی اون قسمتی که میگه کاری رو که آخوندا و اینها نتونستن توی 40 سال انجام بدن این ترامپ انجام داد، همین دنیا رو اینجوری ریختن به هم، همین ماجرای ترکیه، یونان، الان فرانسه، ماجرای کشور انگلستان، برگزیت، این ماجراها هست که میبینید و آدم شک میکنه که آیا دنیا روزی رو خواهد دید که آرامش، آسایش، صلح، دوستی، صفا برقرار بشه یا نه. میبینید یه جا تو کمپ پناهنده ها آتش سوزی را میفته، اینا رو باز میکنن. بزرگترین تهدید کشورها به کشورهای دیگه این شده که اگه یه حرف بالا و پایین زدی در رو باز میکنم این پناهنده ها بیان اونجا. خانم مرکل توی آلمان با داشت میباخت حقیقتا، ولی با تیزهوشی با اون کاری که کرد خودش نگه داشته و همه بهش اعتراض میکردن به خاطر تعداد سوریه‌ای ها که اونجا بودن. خود من دو سال پیش دو بار رفتم آلمان، اومدم دیدم که چقدر اصلا شهرها خراب شده، شلوغ شده، این دوستان عرب که واقعا نگو و نپرس و اینها. ولی الان جامعه شناسان و اونایی که نگاه میکنن میگن این ورود سوریه‌ای ها به آلمان برای آلمان سود داشته. آلمانی که از جنگ جهانی دوم تا حالا همیشه نیروی کار لازم داشته و میگه بچه های اینها هم خیلی سریع خودشون رو
ادابت کردن. ادابت کردن یعنی ادجست و یعنی عادت کردن. و مثل ماها ایرانی ها هستن، مثل آفتاب پرست هستن، هر جا میرن به رنگ همونجا میشن، رو درخت میرن سبز و قهوه‌ای میشن، رو زمین میان رنگ زمین میشن، روی چمن میرن رنگ چمن میشن. اینم از این ماجرا. بذارید من اینو بیارم اینجا جلو که بتونم بخونم. خب بله، میگن که من دونی نیستم. حالا مهم نیست، ایشون گفته بود که بیشتر آبادانی ها اهل دون هستن. من خیلی ها رو میشناختم که از اصفهان رفته بودن، چون هم کارگرای خوبی بودن اصفهانی ها، و هم در مقابل گرما و اینا با وجودی که اصفهان هوای دلچسبی داشت نسبتاً، ولی مقاومتر از جاهای دیگه بودن. اینم از این. آقای فرزاد نیساری هم اینجا هستن. دوستان ساعت 3 بعد از ظهر با ایشون هستیم تا ببینیم آقا چی تو شد، چه خبر شد، این همه فراخوان بگیر و ببند، برید اینجا وایسید، برید اونجا اعتراض کنید، آتش به اختیار، چماقاتونو چرب کنید، هیچی، دوباره رفت تا دفعه دیگه باز یه بنزینی آخوندا گرون کنن، مردم بیچاره هم بیان برای گرونی بیرون، شما دوستانم بگید بله برای ما اومدن، آخوندم بزنه دوباره اونا رو بکشه بنداز زندان، ولی برین بنزین همجور گرون بشه. نکنید آقای نیساری، شما مثل دوستان دیگه نکنید این کارو. اطمینان مردم سلب شده. شما سعی کنید برید دنبال جنبش های ریشه‌ای، گراس روت، یکی یکی. آقا با یه نفر صحبت کن، دامادتون، نمیدونم برادر خانمتون، فامیلتون، پسرخانتون، آشنا، و از آشنا و فامیل و دوستان شروع کنید. بعد به هر یه نفرم بگید حالا که شما قبول داری برنامه منه، برو یه نفر دیگر بیار. به این نمیدونم 20,000 تا 30,000 تای فیسبوک، یکی دوتا چهار تا صد تا، اصلا شما میگه اهل تمیز خانه نسازند بر پلی. این دنیا دنیا پلیس رهگذر راه اقرار. این فیسبوک اصلا من دیدم دیروز پیروز بود نوشته بود 600 خورده هزار نفر آمدن روی صفحات فیسبوک ما دور زدن رفتن آمدن، و در صورت نمیدونم چی باید بگم، ولی من میبینم که این فیسبوک اینها باعث شدن جنبش های حقیقی هم تبدیل شده باشه به جنبش های مجازی و تو خالی که هیچی. این وسط کی خوشحاله؟ آقای نیساری بلند بگو آخوندا. خب دوستان عزیز، من این چیزایی رو که براتون گذاشتم اینجا با هم بخونیم، و شما هم اگر نوشته ای چیزی اینجا می‌نویسید من اگه ببینم براتون میخونم. فقط قبل از اینکه برم من اینو اینجا میذارم که دیگه هیچ عذری موجه نباشه، و نوشتم دوستان لطف کنید، اینجا پیست، یعنی اگه یادتونم رفته بود دوستان لطف کنید این برنامه رو با دوستان خود شیر کنید، و بعد اضافه میکنیم شما هم میتوانید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. این از این. اونو روی سوربی صفحه شخصی خودم گذاشتم، حالا میایم روی صفحه مردم تیوی هم میذاریم، و بعد میریم سراغ آقای اکبری. فکر نکنه ما یادمون رفت پیامش رو گوش ندیم یا پخش نکنیم. اینجا هم نوشتیم، حالا میایم پیام آقای اکبری که روی فیسبوک گذاشته بود. دیروز داشتم رانندگی میکردم و یکی از دوستان، البته ایشون هنوز اینجا به عنوان شیرازی هست، اکبر شیرازی. خب گوش میدیم با هم دیگه تا بعد تعریف کنم راجع به این ماجرای دیروز. و سلام آقای سوربی، اکبری هستم از برلین. فیلمایی که معرفی کرده بودین من همش دیدم، 5 تا 5 از همش بهتر بود، با معنی تر بودش. فیلم سازش بهروز وثوقی یه فیلم تجارتی قدیمی بود که اون به درد جوونی ما میخورد. بعد از پیوان نجیبی است خیلی بیمعنی بود، یه زندانی میاد مرخصی، لباس استوار شهربانی میپوشه، نصف شبی عده مردم علف خودش میکنه بدون که کسی بهش هم شک بکنه. فکر نکنم مملکت قد بی در و پیکر باشه که همچی اتفاقی بتونه توش بیفته. نظر من بود راجع به فیلم ها. روز خوبی داشته باشی، قربانت. ممنونم. خب فیلم ها رو وقتی نظرتو میگی خیلی خود فیلم رو لو نده، البته شما چیزی نگفتی که اصل داستان رو متوجه بشن و
توی همون فیلم هم جالب بود، الان مردم ایران هم، یا البته این فیلم ها قدیم، فیلم قدیمی بود از پیوان نجیبی، ولی مردم ایران یاد گرفتن به طرف میگن کارتتو بده. ولی یادتون باشه اون کسی که میخواد تقلب کنه خودش رو جای یه نفر دیگه جا بزنه، یه کارت قلابی هم درست میکنه، اونم این روزا که شما اسلحه هم میتونی با پرینتر، پرینتر این چیزی که چاپ میکنه نامه و اینا، پرینتر سه‌بعدی اسلحه هم میتونی درست کنی. بماند اونم، من دیروز یه جایی بودم، طرف گفت اینجا رو امضا کن، با امضا کردنتون شما قبول میکنید که اینجا دروغ نگفتید. بعد خودش خندید گفت البته اونایی که دروغ میگن همشون زودم اینو امضا میکنن، اصلا براشون مهم نیست. اینم دیگه فرمالیته و اینها هست و میگذره. درباره این من گفتم خب حالا آقای اکبری، بعد یه دفعه یادم افتاد که ایشون توی قسمتی که به اسم اکبر شیرازی هستن پیغام گذاشتن، دیروز توی رادیو میگفت که ما چقدر خوشحال شدیم که ایمیل اومد، که دیگه حالا نمیخواد وایسیم نامه بنویسیم یه هفته وایسیم بعد زنگ بزنیم به طرف بگیم ناممون رسید، بعد اون بگه آره رسیده ولی هنوز نخوندم، وقتی خوندم جواب میدم، بعد اون یه ماه طول بکشه جواب بده، بعد به ما زنگ بزنه بگه رسید، بگم بله رسید ولی من هنوز نخوندم، اینا الان تقی میزنی تقی جواب میده و اینا. ولی گفت حالا فکر کنید اشکال اینه، چند تا از دوستان شما به شما میگه آقا من برات توی فیسبوک پیغام گذاشتم، شما میگه آقا من فیسبوک نگاه نکردم، من توی اینستاگرام بودم و تلگرام بودم و نمیدونم این بودم و اون بودم و اون بودم. یعنی شدیم مثل افراد، شدیم مثل کولیایی که آدرس نداریم. درسته که چند تا آدرس داریم ولی حقیقتا یه جای ثابت نیستیم. اینو چه باید کرد من نمیدونم. یکی برای من رو اسکایپ مینویسه، من دو روز نمیرم اسکایپ، یکی رو فیسبوک مینویسه، خلاصه همینجوری میچرخیم اینور اونور پیدا میکنیم، هی به یکی یکی هم مینویسیم که ببخشید من الان اینو دیدم، ببخشید من اینو ندیدم، و شما چه کار میکنید؟ میگن که مردم این روزها روده راز توی شکمشون نیست، البته نه همه. من اتفاقا از دوره کرونا دارم بیشتر این فیلمای ایرانی رو نگاه میکنم و هی که نگاه میکنم هی میگم واقعا الان مردم تو ایران اینجوری هست، اینجوری کلا سر هم میذارن فلان. البته بعضیا باورشون اینه که ما تا زمان شاه، تا شب 21 بهمن 1357 کردار نیک پندار نیک گفتار نیک، یه عقربه که رفت شد 22 بهمن، همه شدیم پدرسوخته مسلمان دروغگو و کلاش و شالاتان. نه عزیز من اینجوری نیست. از دوره قاجار فرهنگ، آموزش، پرورش خوب نبوده، بعدش دو پهلوی 57 سال نرسیدن به مردم. آقا مردم رو شما تو 6 ماه میتونی عوض کنی با برنامه‌های پیوسته و هم آهسته و پیوسته، آموزششون بدی، پرورششون هم بدی، بعدم ازشون بخوای امتحان بگیری اونا هم جواب بدن. آقا کوچه‌ت رو تمیز کن، آقا خانم داری نمیدونم تخمه میشکنی تو ماشین، پوست تخمه رو نریز بیرون، سیگارتو ننداز بیرون. ای این سیگاری ها رو من پیدا کنم، با موتورسیکلت داشتم میرفتم یه خانمی رد شد با فولکس واگن سیگار انداخت رفت درست وسط این بلا نسبت ما، اون موقع دیگه رفتیم $250 دادیم یه دونه شیشه یا تلق یا گرفتیم. بله میگه خب گرامی مثل قشقایی ها ایلام ایلام نه، ایلام که اسم یه شهریه، ییلاق و قشلاق، فکر کنم ییلاق برای تابستون میگفتن، قشلاق برای زمستون، و اونها به خاطر این بود که اون موقع اینها یه ترایب یا یه قبیله یا یک فامیل کشاورز نه دامدار بودن، و چون اون موقع ها اینجوری نبود که بلد باشن چجوری تو این زمین زمستون جو بکارن، تو اون نمیدونن اون کنن، بعد چجور نگه دارن، به جای این گوسفندا و دام میبردن اون شهر، بعد که زمستون میشد میآوردن این ور، و اونا هم الان کم شده. من یادم از سالها پیش اون آقای نبوی مال هنرستان عشایری ها و اینها که من یه چند روزم اونجا کار کردم، اینا داشتن دنبال برنامه هایی بودن که مدرسه های ثابت بسازن و این ایل قشقایی و ایلات دیگه ثابت بشن، دیگه ییلاق و قشلاق نکنن، و فکر کنم اینم انجام شده. بله آقای اکبری میگه بازنشسته هستم،
کار دیگری ندارم. درسته اشتباه نوشتم، اب ندار. یک ایرانی نمیتونه ایرانی رو آموزش فرهنگی بده چون خودش نیز از آنهاست. همین آقای کاووسی الان داره به من و شما آموزش میده ولی حواسش نیست، چون اتیتود داره، چون این اتیتود چی میگیم به فارسی، چون جبهه گرفته، مشتاشو اینجوری کرده، انقدر زور میزنه که اگر راحت ولش کنه میگن آقای کاووسی دانش و اینها هم مثل سوزنه، هرچی بدن تو سفت بگیری بیشتر درد میگیره. راحت باش، ریلکس باش، خیلی قشنگ انجام میشه. خب بله، ایلاق و قشلاق، من فکر کنم حالا شاید اینم درست نباشه، من به عنوان ییلاق، شادم ییلاق فقط اونایی بود که میرفتن خونه های تابستونی و چیز میکردن. آقای اکبری هم نوشته جواب سعید رو دادم. همون یکی از اشکال دوستان اینه که اینجا چی می‌نویسن به هم دیگه میگن، من نمیفهمم، به من میگن یا نه. دوستان چیزای خصوصی و تکی رو به هم دیگه توی قسمت پیام ها بدید، یا همین به جایی که یه جمله سه خط بعدن بنویسی جواب سعید، اسم سعید رو که بزنی بغلش بنویسی سعید کاووسی، اون بغل رو بنویسی. ضمناً با آقای کاووسی هم نوشتم که داور فوت شده، ایشون هم مثل که بی اطلاع بود چون کمتر میاد ویرجینیا، لابد بیشتر اون ور آب و خبر نداشت. البته مدت ها بود که کسی از داور خبر نداشت، چون همون توی خونش درم بسته بود و نشسته بود و با اون رادیو یا تلویزیونش هرچی بود فوش بده و فوش بسون، و بعدم ملت براش می‌نوشتن که شما رهبر آزادگان هستید. آقای نیساری یک نوشته و یک فلایری رو برای ما فرستادن و من اینو بهتون نشون میدم، شایدم موقعی که باشون صحبت کردیم دوباره نشون بدیم. خب حالا کار هر کیه، قشنگ درست کردن ولی اینا مهم نیست قشنگ باشه. شبنامه های دوره خمینی و اینا رو شما یادتون هست، من چون توی ارتش توی قسمت نیروی ویژه بودم و به ما گفته بودن اگه شبنامه چیزی توی کوچه پیدا کردین و اینها بیارین، چون ارتش میخواست که ببینه چه خبره. گاهی وقتی این شبنامه ها رو میدیدیم دم خونمون ریخته بودن، تو کوچه ریخته بودن اینها، مهم نیست خیلی قشنگیش و رنگارنگیش، ضمن این که اثر میذاره. خب اگه یه چیزی قشنگ باشه رو چشم آدم اثر بذاره. حالا اینجا نوشته جنبش ایرانیان، یه شیری هست که روی پشتش خورشیده، بعد یه مشعلم دستشه، این مشعلم رفته توی استوانه کوروش، یعنی هر چی تونستن همه رو جمع کردن. حالا این ورم من میدونم این زیتونه، گندمه، چیه، چون نوع برگ این وریش با اون وریش فرق میکنه. بعد نوشتن همبستگی ایران، اعلام آمادگی همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران برای ایفای رسالت تاریخی در مرحله گذار از جمهوری اسلامی به ساختار ملی دموکراتیک و لائیک. از این رو همبستگی با احترام به همه گرایش‌های سیاسی آزادی‌خواهانه و دموکراتیک و به عنوان جنبشی که متشکل از نیروهایی از جبهه ملی ایران، جبهه دموکراتیک ملی مذهبی پیشرو، سندیکای کارگری، شخصیت‌های حقوق بشری، نیروهای چپ دموکرات، نیرو آقا، همه اینا رو شما می‌نویسی، نمیتونی از هر کدومش حتی یه نفر رو جمع کنی. من به شما شرط میبندم اینو طولانی نکنید. اینو آقا یه جا برنامه بذار، چهار نفر بیان باهات صحبت کنن، به این چهار نفر بگو آقا هفته دیگه چهار نفر با خودتون بیاد، اون وقت ببین چجوری تصاعدی میشه، این میره بالا. نتونستیم، نتونستید. من که اصلا اهل این کارا نیستم، ولی یادمه من اینجا رفتم دنبال جبهه ملی یه چند جلسه و بهشون گفتم که هممون میایم اینجا، فقط بعضی وقتا میگین ای فلانی هم فوت شد خدا رحمتش کنه. آقا خانم هفته دیگه هر کدومتون سعی کنین یه نفر، اونم جوونتر از خودتون، جذب کنید بیارید اینجا. حتی اگه شده بهش پول بده، بگو آقا ساعت چند کار میکنی، میگه ساعت 15 دلار، اون که ساعت 10 دلار، ساعت 10 دلار، بگه آقا من 2 ساعت به پول میدم 20 دلار بی بشین اینجا حرف گوش کن. باید پول خرج کنیم، باید نیرو بذاریم، نمیکنیم. یه اعلامیه میفرسیم همه هم بیان با ما. آقا کی میاد با شما؟ جبهه ملی شما رو قبول داره؟ شما اونا رو قبول دارین؟
شما تا امروز به کدوم سازمان پیوستید؟ چند تا سازمان میتونید اسم ببرید؟ چند تا آدم خوب که مورد اطمینانتون باشه میتونید نام ببرید؟ چند تا آدم رو میتونید نام ببرید که حاضری خانوادت رو یه ما بدی دست اینا بری مسافرت، و اگه حاضر نیستی خانوادت رو بدی دست اینا و چجوری میخوای بری ایران رو بدی دست اینا؟ این دکتر کاظم رنجبر خیلی حرف قشنگ میزد، گفت آقا ما 100 متر ساختمون میخواییم بسازیم، با 100 تا معمار و آشنا و فامیل صحبت میکنیم، 100 بار برنامه رو عوض میکنیم، ولی یه دفعه میخواییم ایران رو بسازیم به یه اعلامیه، اعلامه میدیم. خب آقا 13 به در 7 سال آینده انشالله کرونا هم رفته، همه تون بیاییم بیرون اعلام همبستگی کنید با سوربی. کردن این کارو آقای نیساری، والا چهارشنبه سوری رو طرف گفت معز من اومدن، سیزه بدر رو طرف گفت معز من اومدن، نمیدونم شب سال نو رو اینجا یه دفعه دیدم خون اومده، نگو که این مال خودکار قرمز، گفت معز من اومدن، انقدر گفتن معز من اومدن که مردم گفتن آقا گور پدر شما، ما معز شما سیزه بدر هم نمیریم، معز شما چهارشنبه سوری هم نمیان بیرون. یه برنامه بذارین، طرف گفت آقا بدون عکس و اینا بیان، اومدن رفت تاکسی بار آورد عکس رضا پهلوی ریخ اونجا. یکی دیگه گفت آقا هر کی بیاد عکسش هم بیاره، عکسشو بیاره، پرچمش هم بیاره. نمیخونه. دقیقاً درست دارید، علت مرگش رو میدونید؟ نه آقای کاووسی، من از دوستانم پرسیدم، ولی برو روی سایت آقای محبی، آقای محبی که مدت ها هم تو تلویزیون رنگارنگ برنامه داشت و با داور به اصطلاح رفت آمد داشت، نوشته بود که داور انسان، آدم ها وقتی پیر میشن پخته تر میشن، ولی داور اینجوری نبود و بدتر شد و اینا. البته ایشون نوشته بود نمیتونه چیز بدی بگه، چون داور هم بهش محبت کرده هم بهش کمک کرده. و من هم به یکی از دوستان گفتم داور با وجودی که خیلی بدی انجام داد برای من، ولی حالا که مرده من فقط میگم rest in peace. rest in peace همون خدا بیامرز خودمونه، یعنی بخوابه توی آرامش، که اینم دیگه حالا معلوم نیست کسی که مرد اصلا دیگه آرامشی وجود داره یا نه. ولی الان که مسئله کرونا هست، این روزا خیلی ها از کرونا میمیرن بدونی که اصلا متوجه بشن. گفت طرف میگه من تنگی نفس داشتم، آقا کرونا بوده. گفت نمیدونم مزه نمیتونه به چشه، گفت کرونا بوده و من نمیدونم. من اون وقتا شماره تلفن خواهرش و شوهر خواهرش و اینا رو داشتم، ولی سالها این تلفن‌ها که عوض میشه دیگه گفتم بابا زیاد ولش کن. خب ساعت 2:49 دقیقه است، 11 دقیقه دیگه میریم به مسافرت و با آقای فرزاد نیساری کاکو شیرازی خودمون هستیم تا ببینیم ایشون چی میگه، اصلا چی میخواد، برنامهش چیه، برنامه فرداش چیه، هدفش چیه. و اما با سلام خدمت آقای ساربی، امروز بله من برای این آقا بنویسم، بله مرد. یه نفر نوشته که داور is dead، بله نوشته که با سلام خدمت ساربی، یه ویدیو دیدم که اینجوریه، نوشته گفته داور فوت شده. بله داور فوت شد و رفت. حالا شما آیا پیرو داور بودین؟ شما هم خودتون سر کار گذاشته بودین با اسم مستعار، نمیدونم با یا زرتوش خودتون رو مسخره کرده بودین؟ خب برید همون کاری که اون گفت ادامه بدید. گفته بود چیکار کنید؟ برین رو در دیوار بنویسید زنده باد داور، برین نمیدونم رو پول بنویسید. خب که چی بشه؟ ای کاش خمینی و یارانش هم مثل این دوستان بودن، ای کاش اونا هم تلویزیون داشتن، کامپیوتر داشتن، فیسبوک داشتن، می نشستن اونجا. شما یه نگاهی به این آقای بهرام آبتین بکنید، ببینید این اپندانی که رفته، بالا و پایینی که رفته چند سال گذشته چی کار کرده. یه روز سیبیل میذاره، سیبیلاش میره بالا، یه روز میاد پایین، یه روز ریش میذاره، یه روز کلا میذاره، یه روز موهاش اینجوری میکنه. اینا نیست آقا، اینا نیست. بعد فوش و فوش کشی چه نوارایی برای من میفرستن از صحبتایی که این آقای آبتین با بعضیا که مخالف بوده انجام داده، اونا هم ضبط کردن. دوستان وقتی به یه نفر یه چیزی میگین، حرف جوری بزنین که فکر کنید داره همه چیز ضبط میشه. چرا ما از روز اول ویدیوامونو گذاشتیم روی یوتیوب و هر جایی که تونستیم؟ برای که این باورمونه.
اگه یه چیزی هم اشتباه گفته باشیم دفعه دیگه میان میگیم غلط کردیم آقا، اینو اشتباه گفتیم درستش میکنیم، مشکل نیست. ولی چرا بعضیا یه چیزی میگن خودشون جرئت نمیکنن گفته ها و نوشته هاشون رو یه جایی بذارن که دیگران بیان بخونن؟ خب نگید، ننویسید. بریم سراغ پرونده ها. نوار آقای اکبری رو پخش کردیم، ایشون هم چند تا فیلم دیده و نظرش هم به ما گفت، ممنون و متشکرم. میگه آخرین پیش بینی های سازمان جهانی بهداشت درباره زمان مهار همگیری کرونا توی اینجا که معلوم شد این شالاتان شیاد از همون ژانویه، آخر ژانویه، فوریه، که اتفاقا من ژانویه رفته بودم فلوریدا و بارها فکر میکنم توی این سفری که رفتم با هواپیما و ماشین و هتل و اینها فکر میکنم کرونای جزئی هم گرفتم. اگه آقای مانی به من میگه سربی این سرفای خوشگد منو نگران میکنه، امیدوارم همینجوری باشه، همین کرونا رو من گرفته باشم، در این حد و در این حد هم گذشته باشه، رفته باشه، چون قراره 75% از ما بگیریم قبل از اینکه این کرونا رخت بربنده و بره. در یکی از 18 مصاحبه‌ای که این مردک دیوانه شالاتان نادان انجام داده به طرف میگه که بله من چیرلیدرم. چیرلیدر این دخترای رقاص هست که میان برای بازی‌های فوتبال و اینا میرقصن. خیلی‌هاشون شکایت کردن که دستمالی شدن، نمیدونم فلان، اینا بیشتر میان که با یکی از این بازیکن‌ها ازدواج کنن. بمانه این آقا فکر میکنه چیرلیدره، میگه من باید تشویق کنم مردم رو، کام یعنی خونسرد نگه دارم. بله درسته، آخوندم همینو میگه، آخوندم میگه من اگه بیام بگم گندم نیست فردا قحطی میشه. آقا لازم نیست بیای بگی گندم نیست فردا قحطی بشه، ولی بیا فکر کن، بیا به مردم صحبت کن، بهشون بگو که مصرف رو کم کنین، اینجوری کنید، برنامه های بذار تا یواش یواش این مشکل بگذره. ولی نه، یا بگو گندم هست، خیلی هم هست، دروغ به مردم نگو. این آقا دروغ گفت و اینها. حالا فاز سوم، فاز دوم، فاز چهارم، هی اینا میاد میره. رستوران باز میکنن میگن 25% همون روز اول تا باز میکنن 100 نفر میگیرن میبندن. نمیدونم، برید نگاه کنید، دیروز من تو شهر میگشتم، شاپینگ سنترها مثل قبرسون، یکی پس از دیگری رستوران ها بسته شده، فروشگاه ها بسته شده و الی آخر. از اون ورم دولت که مجموعه دموکرات ها و ریپابلیکن ها، جمهوری خواه ها هست، اینم دارن دعوا میکنن. خانم نانسی پلوسی بلند میشه بدون ماسک میره آرایشگر، فکر این که موهاش رو ببنده. بابا دیگه تو با این سنسار یه لچک بکن سرت، یا از این کلاها بکش رو سرت، بیا کارت انجام بده. بعد گندش بالا میاد، این یکی از این ور دروغ و اینها. این مردم هم دارن میمیرن، بیش از 190,000 نفر تو آمریکا مردن. آقا خانمی که ایران هستی میگی تعداد تلفات زیاده، خب جایی که شتر بود به یک قاز، خر قیمت واقعی ندارد. وقتی تو آمریکا اینجوریه، شما چه انتظاری از آخوند داری؟ آخوندی که از روز اول به دروغ گفته آب و برق مجانیه، هنوزم داره پول 3-4 برابر میگیره. ضمناً بگید ببینیم که بازار سهام چی شد، به کجا رسید. بله، میگه که آیا داور همون کسی بود که قدیم بسیجی بود؟ من نمیدونم. آها، آقای فلا دوست خوبمون میگه که علت مرگش سرطان کبد بود که در 6 ماه گذشته به کسی را نمیدید و 10 روز قبل از مرگش هم در بیمارستان بالتیمور بستری بود و همانجا هم فوت شد. این سرطان هم یک واقعا آفت بزرگیه. حالا این سرطان کبد که خیلی بد نیست، اون یکی دیگه چیه؟ لوزالمعده است که میزنه طرف. آقای مرداد مشایخی بود که به بنده خدا جوان بود، استاد دانشگاه و اینها، و در عرض چند روز رفت. آقای فلاح جواب میدن به ریزا مرادیان، میگن بله خودش بود، صاحب تلویزیون رنگارنگ که متاسفانه نگ. حالا یار را میخوام انسان ننگانه. ببینید داور برای خود من تعریف کرده بود، من نمیدونم، ایشون اولا میگفت چون باباش توی چی بوده، تو گمرک کار میکرده، میگفت من لیسانس اقتصاد دارم. والا من فکر نمیکنم یه آدم لیسانس اینقدر دانشش کم باشه. خب البته میشد دیگه، حالا طرف رفته فقط
بعد میگفت تو گمرک کار میکردم، ولی توضیح میداد که توی زمان انقلاب اینم جز اونایی بوده که حمله کرده به پادگان ها و اسلحه گرفته و حتی تعریف میکرد که چجوری تو در پیکان مینشستن یه دستشون رو میگرفتن با یه دستشون هم اسلحه و اینها. ولی یه بار اگه اشتباه نکنم آقای ضیاء آتابای میگه این بسیجی بوده و نمیدونم تو کمیته فلان و اینها، اینم مال دعوای تلویزیونه. تلویزیون ها رو زیاد باور نکنید دوستان. این تلویزیون ها اینجورن، میاد اینجا میشینه میگه من گدا هستم دارم میمیرم، به من کمک کنین. شب تو مهمونی ها و قمارخونه ها میخواد همه رو بخره با پول آزاد کنه. خب این نمیشه که. و دوست هم که هستن دوست هستن. همین امروز یه ویدیویی بود آقای اتابکی چه فوشایی به داور میداد، بعد از اون ور میگفت داور قهرمانه، یعنی up and down up and down. در صورتی که اصلا آشنایی آقای اتابکی با داور و اینها به خاطر این بود که داور و آقای فرهاد رجالی قبول کردن چون بچه اتابکی مشکل قانونی براش پیش اومد، گفتن آقا بیا اینجا به مردم بگو مردم کمک کنن. مردم هم کمک کردن و گفته میشد که خود آقای اتابکی انقدر گیر داده بود به آمریکا، حالا فکر میکرد اومده آمریکا خیلی قانون اینجا اینه، حتی کارهای پسرش رو میگفتن بدتر از بدم کرده و فرستادت یه جایی که باید 24 ساعت برو بیا. الحمدلله پسرش آمد و موفقم شد تو زندان رفت و مثل که وکالت خوند و اینها. الان هم صفحهش رو اگه نگاه کنیم اون چی که مهمه، بنده نمیدونم، بنده شیراز بودم، نمیدونم داور بسیجی بوده یا نبوده. بعدم تازه اگه بسیجی بوده خیلی ها اون اول شور و شوق داشتن و رفتن ولی بعد برگشتن، تازه از اون طرفی هم شدن. اون چیزی که میدونم راجب خودم میدونم، بنده زمان انقلاب سرباز بودم، بدترین خدمت توی شهر خودت باشی، مأمور حکومت نظامی هم باشی، از این بر همشهریات فوشت میدن، از اون بر میری پادگان. سروان محمدی و سرهنگ، همین آقای سرهنگ احمدی که فرنود، بابای رضا فرنود، این فرمانده من بود. کسی هم بود که من میگو که تو خیلی آدم مرتب منظمی هستی و بمون تو ارتش. گفتم بابا ولمون کن. خلاصه اینم از این. ما هم از شما ممنونیم آقای فلا، از آقای مرادیان هم ریزا مراد. چرا اینجوری نوشتی؟ ریزا هستی یا رضا هستی یا ریزه هستی؟ خب اینم از این ماجرا. دو دقیقه دیگه مونده، من یه خبر دیگه براتون بخونم. میگه ادعای فرمانده آمریکایی درباره تسلیم کرونایی پیونگیانگ در مرز با چین. آمریکا و چین همین شالاتان از اون ور میگفت چین مسئوله، از اون ور میگفت دیروز من با رئیس جمهور چین صحبت کردم، خیلی واضح برام توضیح داد، برنامه‌ای دارن و اصلا نگران نباشید. امروز 15 تا ما مبتلا داریم، آخر این ماه توی ماه مارچ میگو آخر این ماه این 15 تا میشه صفر و تموم میشه. باد گرم آپریل که میاد، خب این همش با باد گرم، میدونید که باد گرم یعنی چی، با باد گرم زندگی میکنه. گفت باد گرم که میاد اینم از بین میره. امروز که من با شما صحبت میکنم بیش از 190,000 آمریکایی در آمریکا فوت شده. ایران هم که وضعشو دارید میبینید، وقتی نقشه ایران نشون میده همه استانها قرمز. البته یک کمی هم تلویزیون ها شیطنت میکنن، میگه 22 استان قرمز اعلام شد و همه 35 استان یا میدونم چند تا هست همه رو قرمز نشون میده. خلاصه این که دوستان خیلی نمیخوام بگم افزارتون رو دست تلویزیون ها ندید، خیلی رادیو تلویزیون ها رو باور نکنید، مخصوصا در این ایام وانفسای چی میگن مدیاهای قلابی و اینها. آقای فرزاد نیساری رو تماس بگیریم، امیدوارم صدا و اینا همه چی اونجا خوب باشه. بسیار عالی. بله آقای نیساری هم اینجا هستن، بذارید من تصویر ایشون رو هم بدم به این سیستم و با هم گفتگوی دوستانه داشته باشیم. خب آقای نیساری سلام، خیلی خوش آمدید، این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم. آقای مدتی شما رو ما میس کردیم و بگید اوضاع و احوال ایران، بورس، دنیا چه خبره. من ساکت میشم
شنیدم باز هم قیمت نفت اومده پایین، اگه خواستید در این موردم صحبت کنید. بفرمایید، با شما هست. با درود بر شما، صدای من میرسه؟ بله بله. با درود بر شما و میهمانان گرامی، با درود بر هممیهنانی که این برنامه رو خواهند دید و یا میبینند، با درود بر استادانی که به من درس زندگی و انسانیت آموختند و به ویژه درودی گرم بر فرزندان گرسنه و بی سر و پناه ایران که دست روی آنها را از راه دور میبوسند. فرزاد نیساری هستم از ویل قشقایی در خدمت مردم ایران. امروز میخوام یک مقدار حوصله شما رو سر ببرم و در رابطه با مسئله صحبت کنم که شما هم تا اندازه بهش برخورد کردید و اون این هست که چه کار باید کرد و سخن گفتن به اندازه خودش کافی نیست و در عمل بایستی چه کارهایی رو انجام داد. همونجور که بارها گفتم، شناخت دوست از دشمن و شناخت اینکه موقعیت در درون مملکت چه هست و چه و به چه سویی میره از همه چیز مهمتره، وگرنه ما بدون شناخت به کجراه در حقیقت میریم. اون چیزی که در حقیقت در درون ایران اتفاق افتاده این هست که اختاپوسی به نام اختاپوس استعمار، استثمار و استهمار، یعنی هر سه، 200 سال هست که بر ایران حکمرانی کرده. 200 سال هست که ایران در حقیقت علارغم اینه که مدعی میشن بعضی ها که آزاد بوده، در حقیقت مستعمره ممالک دیگر، مملکت دیگر بوده. مردم ایران 200 سال هست که به بیشتر از گذشته به استثمار کشیده شدن و 200 سال هست که تحمیق به اصطلاح مردم ایران ریشه‌ای‌تر انجام پذیرفته. در حقیقت البته قبل از اون هم بوده، ولی بیاد داشته باشیم که اگر به تاریخ نگاری سیاحانی که در حقیقت به ایران سفر می کردن حدود 150 سال پیش از انقلاب 1357، اونها به زندگی مردم دهات ایران به عنوان یک زندگی مرفه و آبرومندانه برخورد می کردن و می گفتن که اینها از زندگی بسیار مرتبی برخوردار هستند. یعنی اون چیزی که در حقیقت در اروپا نبود. اگر ما زندگی مردم رو 150 سال پیش از انقلاب در لندن نگاه بکنیم، اون وقت میبینیم که واقعا این شهر با چه کثافت‌ها و چه ناراحتی‌های اجتماعی درگیر بود، در صورتی که ایران بسیار وضعش بهتر بود. ماشین این استعمار، ماشین این اختاپوس بر چه اصلی محورش میگذره، این مسئله بسیار مهمی است که من میخوام امروز در رابطه باهاش صحبت کنم. واژه‌ای که به این مربوط میشه واژه‌ای است به نام انحصار. انحصار مسئله بسیار مهمی در سیاست اجنبی برای حقنه کردن خودش و پیروزی خودش در دنیا هست، ولی من میخوام این رو در رابطه با ایران پیاده کنم. من به چند مسئله انحصار برخورد میکنم. اساسی ترین و ریشه‌ای ترین مسئله انحصار، انحصار سیاسی هست، ولی اول میپردازم به انحصار مالی و انحصار علمی، بعد میرسم به انحصار سیاسی و این که چه زخمهایی واقعا بر پیکر انقلاب ایران و مبارزه مردم ایران این رو وارد میکنه. انحصار مالی رو به اصطلاح شماهایی که بویژه در خارج از ایران زندگی میکنید شنیدید نام تراست ها و کارتل های تجارتی رو. مثلا شما میدونید که سازمان های مشابه اپل با انحصار کردن تولید به اصطلاح کامپیوتر ویژه‌ای در دست خودش به چه سرمایه های کلانی دست داده. برای اینکه نشون بدم قدرت مالی این اپل به چه صورت هست، آخرین باری که این قیمت گذاری شد این شرکت 1,000 میلیارد دلار قیمت گذاری شده. الان امروزه اگر تمام بدهی کشورهای گوناگون رو به ایران در رابطه با خریدهایی که کردن و ما پولش رو نمیدن جمع بزنیم، میشه 100 میلیارد دلار قیمت یک شرکت تولیدی کامپیوتر، 1,000 برابر در حقیقت 10 برابر اونه. ولی این فقط یک شرکت در کشورهای غربی هست، صدها نمونه از همچین شرکت‌هایی در کشورهای غربی هست. ترست‌ها هستن، کارتل‌ها هستن. اینها میان با از هر جا که شروع کردن با خرید به اصطلاح شرکت‌های کوچکتری که رقیب اینها هستن، اونها رو می‌برند و کم کم خودشون رو به جایی می‌رسونن که انحصار تولید مثلا فلان جنس یا فلان محصول رو به دست می‌گیرن و بعد تعیین کننده قیمت میشن. اینها هستن که اسکناس رو برای خودشون چاپ می‌کنن. بنابراین این انحصار مالی در غرب یک حرکت بسیار مهم هست و بدون این زندگی غرب پیش نمیره. این انحصار مالی رو توجه کنید، بگذارید کنار
صحبت‌های خمینی که میگفت اقتصاد مال خره است، ولی در حقیقت غرب با استفاده از اون سیاست‌ها و با استفاده از اون تکنولوژی فکری که در دست داره، انحصار مالی رو به چنگ گرفته، نفت دنیا رو در چنگ گرفته. حساب کنید بی پی چه برای بر سر نفت‌ها و مخازن ایران آورده و اینکه در دنیا واقعا چه قولی برای خودش شده. در صورت شرکت نفت ایران یک شرکت بسیار کوچک بی دست و پا دست اینها، زیر دست اینها شده. این شد انحصار مالی و برای به اصطلاح هژمونی اجنبی بسیار مهم است. تمام حرکت‌ها برای این است که از لحاظ مالی خودش رو در صدر نگه داره. انحصار علمی مسئله بسیار جالبی هست. نگاه کنید صحبتی که کردید در رابطه با سوریه‌ای ها و یا عراقی ها و یا ایرانی هایی که مهاجرت کردن به کشورهای غربی. دولت کانادا در یک زمان گفت که یکی از کشورهایی که بدون خرج پای مردم کانادا در حقیقت تونسته به ملت کانادا کمک کنه، نزدیک 50,000 دانشمند ایرانی است که از ایران فرار کردن و در حقیقت در کانادا سکنا گزیدن. و این انحصار علمی هم به این صورت هست که تمام اون به اصطلاح چیزهایی رو که علم میتونه به اینها کمک کنه در اختیار خودشون گرفتن و ذره ذره اینها رو سعی میکنن البته چیزی به کشورهای دیگه ندن و سیاستی رو هم اتخاذ کنن که کشورهای دیگر در به اصطلاح راهیابی به این علمها دسترسی آنچنانی نداشته باشن. ولی اون انحصار مالی و این انحصار علمی رو به چه صورت دارن پیاده میکنن به اونم الان خواهم رسید. حالا این انحصار علمی رو بگذارید کنار سیاست خمینی که میگفت به اصطلاح کاری کرد که هرچی مغز بود از ایران فرار کنه. در حقیقت حرکتی رو که اجنبی میخواست این به راحتی برای اونها انجام میداد. حالا این مسئله در رابطه با پالانی ها هم بسیار صادق بود. در زمان رضا قلدر بزدل که الان خیلی هم ممکنه چیز کنن، رضا قلدر بزدل بسیاری از دانشمندان ما یا اعدام شدن یا به سیاهچال انداخته شدن و در زمان حاج رضا پالانی هم ما باز با این مسائل روبرو بودیم که به اصطلاح آخوندها در تمام معابر عربد کشی میکردن، ولی هر دانشجویی که میخواست بعد از علم اقتصاد و به اصطلاح آزادی بیان و زبان و صنعت و چیزی رو کنه اینها رو میگرفتن. بنابراین انحصار علمی غرب هم بسیار مهم است و تمام تلاشش این هست که این تکنولوژی رو بین خودش نگه داره. به عنوان نمونه من صحبت میکنم در رابطه با این مسئله G5 و یا تلفن‌های سیار که امروز آمریکا سعی میکنه که کشورهای اروپایی از همکاری با چین خودداری کنند که بتونه در حقیقت این تکنولوژی رو در میان خودش و در میان غربی‌ها نگه داره و جلوی ورود کشورهای دیگر رو بگیره. حالا به این دوتا اون چیزی که کمک میکنه انحصار سیاسی است. این مسئله ای هست که من میخوام بهش برسم و مسئله بسیار مهمی هست. این درد ما در کشورهای مثل ایران، درد ما این سیاست انحصار طلبی سیاست کشورهای به اصطلاح قدرتمند هست بر علیه کشورهای مثل ما. یکی این که در انحصار سیاسی اجنبی میخواد قدرت تصمیم گیری رو از مردم بگیره. این سیاست اجنبی است. این قدرت تصمیم گیری رو از مردم گرفتن بگذارید در زمان پالانی ها که شاه همه کار است، رئیس نمیدونم آجودان باشیه اینون هست و وزیر وزارت هست، وزارت اقتصاد هست، نمیدونم رهبر احزاب سیاسی هست، همه رو که وزیر نفت هست، همه کار خودش هست و مردم هیچ کاره و در تصمیم گیری ها به اصطلاح سهم نیستن. یکی دیگه نهادینه کردن دیکتاتوری هست به هر رنگ و با هر ایده ای. یعنی اجنبی تلاش میکنه که کاری کنه که این دیکتاتوری پایه بگیره در کشورهایی که میخواد اینها رو به اصطلاح به زیر سلطه خودش نگه داره و اون استعمار و استثمار و استعمار رو در حقیقت ادامه بده. موظف است به یک همچین کاری، یعنی سیاستش این هست. برای همین هست که در حقیقت یک کسی مثل رضا قلدر بزدل رو در سر ایران میاره و یا جایگزینی به اصطلاح حاج رضا پالانی رو یا کسی مثل خمینی رو کمک میکنه که بیاد سر کار بیاد و هر دوی اینها در حقیقت با ایجاد دیکتاتوری در حقیقت سرکوب میکنن مردم رو. در اینجا منظور من این هست که در حال حاضر هر گونه دیکتاتوری که در ایران وارد بشه و به هر نام و هر ایده و هر رنگ و لعاب زیبایی که بخواد خودش نشون بده، در حقیقت خودش میشه ادامه دهنده همون سیاست اجنبی برای اینکه قدرت تصمیم گیری رو از مردم ایران بگیره و اون انحصار سیاسی رو در دست‌های خودش نگه داره.
سرکوب هر گونه مخالفتی با رژیم حاکم و اهرم‌های استقرار آن. شما نگاه کنید، الان بارها دیدیم که یک قاتل دولتی، یعنی کسی که مربوط هست به خود سیستم حکومتی، یک مقدار پولی میده آزادانه میگرده. اولی یک زن ایرانی رو به خاطر اینکه حجاب از روی سرش افتاده و یا ابراز آزادی کرده، خواستن آزادی کرده، 20 سال یا 30 سال به زندان انداخته. و یا وکیل وکلایی رو که میخوان از موکل‌های خودشون دفاع کنن، اینها رو به راحتی به زندان میندازه و حبس میکنه. حالا این شعبده بازی و این انحصار سیاسی رو با اون سیستم هایی رو که من الان گفتم به چه ترتیب انجام میده، مسئله بسیار مهمی هست و این چیزی هست که به نظر من در ایران ضربات بسیار سنگینی به ویژه از زمان ورود رضا قلدر بزدل به ما ایرانی ها وارد کرده، چون ما در انقلاب به اصطلاح انقلاب مشروطه اگرچه ضعفایی داشت و کمبودهای این برامون برداشت و شاید زیادی هم داشت، اما در زمان خودش بد نبود، داشتیم میرفتیم به سویی که بتونیم به اونجایی برسیم که مردم در حقیقت برای خودشون یک تصمیماتی بتونن بگیرن. ولی اجنبی با شعبده بازی در حقیقت باز بر ما پیروز شد و اون آقای دیکتاتور رو بر سر کار گذاشت. حالا این سیستم چجور کار میکنه؟ به این صورت است. اینها مردم مبارزه میکنن، در مبارزهشون سازمانهاشون رو تشکیل میدن. این سازمانها به خاطر فهم و ایده و به اصطلاح دانش سیاسی این رهبران این سازمانها کمبود داره، نیرو داره، درستی داره، کجی داره، ولی راه میفته. وقتی نگاه میکنیم که اینها داره راه میفته، ولی نیروی تکنولوژی که میتونه اینها رو به کنترل خودش در بیاره، در حقیقت در اختیار کشورهایی است که تکنولوژی رو دارن. به عنوان مثال امروز بحثی رو گوش میکردم در به اصطلاح یوتیوب، یک نفر صحبت میکرد و میگفت که فلان سازمان در فلان زمان برای من نامه هایی رو با مرکب های ناخوان، مرکب هایی که نمیتونستید ببینید، برای ما میفرستادن. در صورتی که به اصطلاح سیستم تکنولوژی غرب آنچنان پیشرفته بوده در اون زمان که میتونست واقعا این نامه ها رو باز کنه، به اصطلاح اگر یک دانشجوی ساده میتونست با مرکب نابینا اینها رو بنویسه، اونها میتونستن این رو بنویسن، از دوباره یک نفر دیگر اونها رو پیاده کنه و با دستورات دیگری برای کسای دیگری بفرسته و یا بالاخره رد و پای انقلابیون رو پیدا کنه و ضربات سنگینی به اینها وارد کنه. بنابراین اما شکست و سرکوب رهبران یک سازمان به همین سادگی نبود. یعنی اون خواست انحصار طلبی، برگردیم بستر مسئله تراست ها و کارتل ها، که شرکت های بزرگ با بلعیدن شرکت های کوچک در حقیقت میزان به اصطلاح بازار خودشون رو توسعه میدن، در انحصار سیاسی با شکست این سازمان ها و از بین بردن رهبران اصلی آنها، حالا بعد مثال میزنم، مثل سازمان مجاهدین خلق ایران مثلا 4-5 نفر دور هم جمع شدن، به درستی یا نادرستی، به کجی یا راستی، با سیاست درست یا اشتباه سازمانی رو تشکیل دادن. اینها رو گرفتن، به اصطلاح اعدام کردن، ولی سازمان رو از بین نمیبرن. این سازمان رو نگه میدارن، ولی رهبران اونها رو میخرن، جایگزین میکنن رهبران اونها رو با حقوق گیران خودشون و با نگاه داشتن نام سازمانی، در حقیقت افرادی رو که در زیر سازمان میمونن و هوادارا رو تحت کنترل خودشون و به هر رایی که میخوان میکشن. نمونه بارز یک همچین سیاستی حزب توده به اصطلاح ایران هست که تحت نامهای گوناگون با شکل‌های گوناگون در ایران به اصطلاح پرورش شد، ضربات سنگینی به انقلاب زد، ضربات سنگینی در زمان کالانی‌ها حتی به خود ما قشقایی‌ها زد و چندین رهبران ما رو در درون ایران توسط همین‌ها و یا در حال خروج از مرز یا ورود مرز به حاج رضا پهلوانی به اصطلاح لو دادند. این رو ما تاریخ به اصطلاح قوم خودمون رو به خوبی می‌دونیم و در حقیقت سواک هم با آمدن برنامه هاش بیرون نام چند نفر رو اعلام کرد که اینها در جنوب، در آبادان و جاهای دیگر با حقوق گیری از انگلیس و غیره در حقیقت به خیانت به مردم و مبارزین میپرداختن. سازمان شریکای فدایی خلق اکثریت که الان در حقیقت شده یک سازمان حزب اتحاد نمیدونم یک چیزی یک همچین چیزی، ولی اینها در حقیقت سازمان های جوانان و پیرسالان حزب توده به همراه سازمان‌های به اصطلاح زیر کنترل اونها بودن که اگر نگاه کنید و ببینید به نفوذی که انگلیس‌ها در میان اینها کردند، به خوبی میشه پی برد که واقعاً چجوری
این نیروهای غربی، نیروهای اجنبی در حقیقت با به انحصار درآوردن این سازمان‌های کوچک میان کنترل کلی جامعه و مبارزه رو در دست می‌گیرن. این مسئله بسیار جالب است. این در یک کنار، این در یک کنار، در کنارش ما مشکلات دیگری هم داریم. حالا اگر دقت کنید به ویژه در 15 سال یا 20 سال گذشته سازمان‌های نوین‌تری که با پشتیبانی سنگین مالی و معنوی اجنبی درست شدن، اینها تلویزیون و رسانه‌های بسیار سنگینی در اختیار دارن. چیزی که من سالها سعی می‌کردم از طریق رسانه‌های تلویزیونی بتونم با هم صحبتام رو به دیگران برسونم، حتی در یکی دو تا از این تلویزیون‌ها من شرکت کردم، به غیر از بار اول دیگه من رو قطع کردند. اینها رو میاد تحت کنترل خودش قرار میده و در حقیقت رهبری مبارزه در درون ایران رو در کنترل خودش قرار میگیره. مشکل ما این هست که ما از هر جهتی که وارد میشیم به ترتیبی اینها با ضربات بسیار حساب شده و دقیقشون انقلاب ما رو به کجراه میکشن. حالا مسئله این هست، این انحصار سیاسی در حقیقت راهی هست که به اجنبی اجازه میده تمام منابع ما رو، تمام به اصطلاح مخازن ما رو، معادن ما رو، ثروت درون ایران رو با کنترل اون رهبریت سازمان شده سیاسی، حالا یا توسط رضا قلدر بزدل یا توسط حاج رضا فالانی یا توسط خمینی و یا توسط خامنه‌ای و سیستم جمهوری اسلامی بتونه به راحتی با سرکوب مردم ببره. بنابراین در مورد این که چه باید کرد این هست که علی جنابان، دوستان من و همتنان گرامی هم، مسئله این هست چه سیاستی رو ما بایستی اتخاذ کنیم، چه کار بایستی بکنیم که جلوی این انحصار سیاسی به اصطلاح اجنبی رو بگیریم، به طوری که اجنبی حتی اگر اومد از ما کپی هم زد نتونه در حقیقت به اون خواسته که میخواد برسه. این کار ساده نیست و من هم هرگز اعلام نکردم هیچ کاری کار ساده نیست. ببینید مثال میزنم، مثلا در پای منشور یک پارچگی جنبش ایران بانان یک ماده ای هست به این که تمام کسانی که در رژیم های پیشین و یا کنون ایران دزدی مال و منافع و مال مردم ایران کردن در هر کجای دنیا که باشند بایستی تحت پیگرد قانونی قرار بگیرن و اینها رو برگردونند. حالا شما حساب کنید که مثلا یک نیروی سیاسی بیاد اینها رو بپذیره. مثال میزنم، مثلا حاج پسر رضا فالانی بیاد بگه که آقا من این منشور رو میپذیرم. خب این بند رو هم بایستی اعلام کنه که میپذیره. خودش از همین الان جزء کسانی هست که مال منال مردم ایران رو برده. بنابراین در رابطه با این مسئله نمیتونه بیاد به اصطلاح شبیه سازی کنه. در رابطه با بعضی مسائل شبیه سازی میکنه، کما اینکه در عرض یک سال گذشته در صحبت هایی که من قبلا هم کردم اینها شبیه سازی میکنن، خیلی سریع شبیه سازی میکنن اونجایی که به نفعشون است. ولی در رابطه با اینی که ما چگونه بتونیم با پیاده کردن یک برنامه سیاسی روشن و بیان کردن خواسته های به اصطلاح حقی مردم که در حقیقت مولا درزش نره و به صورتی روشن بین مردم نهادینه بشه، اینها همه ساکت هستن و خاموش. مثال میزنم، ما صحبت کردیم در رابطه با اعتصابات کارگری و اعتصابات سراسری در درون ایران، ما صحبت کردیم در رابطه با دفاع به اصطلاح اقوام در پشتیبانی از یک همچین اعتراضات سراسری. اگر برگردید به 2 ماه گذشته و حرکاتی رو که ما کردیم در همون به اصطلاح سایت وبسایت من و همین فیسبوک من هم نگاه کنید، میبینید که چقدر فعالیت در درون ایران شده، چه در میان کارگرها، چه در میان اقوام فعالیت های سنگین شده و عمل هم شده. ولی حالا برید سازمان های دیگر رو نگاه کنید و ببینید که در رابطه با یک همچین حرکات عملی که شده در حقیقت عملگرایی اونها کجا بوده. میبینید هیچ حرکتی نکردن. در رابطه با ابراز خواسته ها چی بوده، میبینید هیچ ابرازی نکردن. بنابراین ما بایستی مشخص کنیم در میان مردم که اون خواسته های روشن مردم چی هست و روی اونها به اصطلاح انگشت بگذاریم. این مهم نیست که من رهبر کدام سازمان هستم، برای اینکه اگر مردم بیان بگن زنده باد فرزاد، زنده باد فلانی، در حقیقت برمیگرده به همون حکومت یک فرد و دیگران. مردم سالاری در حقیقت تفندی است که ما بایستی به اینها بزنیم، ولی نه تنها مردم سالاری، چون اینها میان میگن که اول مردم سالاری نمیدونم دموکراسی اکثریت و غیره و غیره و فلان، اما از پرداختن به خواسته های ریشه‌ای مردم ایران خودشون رو گم میکنن. بنابراین
ترفند مقابله با انحصار سیاسی چیست؟ آیا رهبری سازمان‌های سیاسی است؟ مثلا یک سازمان در درون ایران بیاد رهبری رو دست بگیره، من بگه مثلا من حزب فلان هستم، رهبر مردم ایران هستم. حالا میخواد جبهه ملی ایران باشه، میخواد حزب دموکرات کردستان باشه، میخواد کمله باشه، میخواد حزب کمونیست کارگری باشه، هر کسی که میخواد باشه. آیا ترفند این هست؟ رهبری یک فرد مقتدر که بعضی ها میگن یک کس رو نیاز داریم مثل رضا قلدر بزدل، نادان از این که ایشون مملکت باده و سرزمین باده بوده. رهبری یک ایده ریشه مثل مثلا شیعه اسنا جعفری، یا نمیدونم ایدئولوژی های گوناگون سازمان های گوناگون، یا رهبری یک گروه ریشه خیلیش کنم. در حقیقت آن چیزی که میتونه ما رو به راه راست هدایت کنه و در راه پیروزی ما کمک به ما بکنه، و من نگفتم همین امروز پیروز میشیم، مسئله من هم این نیست که فردا پیروز میشیم، مسئله این هست که جوان ایرانی، به ویژه جوان ایرانی، همه مردم ایران، به ویژه جوان ایرانی بدونه که رهبری مردمی با روشن کردن، بیان و ریشه دواندن خواسته های مردم سالار به طریقی که از نقد زدن اجنبی و شعبده بازی های اجنبی جلوگیری کند، به صورتی که حتی با شبیه سازی نیز نتوانند به راحتی سرنوشت مردم ایران را به دست خود بگیرند، راه چاره است. برای دستیابی به چنین سیاستی، خواسته های روشن را برشمردن و نهادینه کردن است که ما را به سوی پیروزی سوق می‌دهد. زنده و پیروز. ممنونم از شما. شما توی صحبتاتون اشاره کردید به شبیه سازی و یه جا گفتید که رضا پهلوی این کار را انجام داده. اگه یه مقدار در این مورد توضیح بدید ممنون میشم. ضمناً خانم شیدا شیرازی نوشتن که مردم رفراندوم نیاز دارن، وگرنه همش همان آش و همان کاسه میشه. ضمناً ایشون نوشته که رضا پهلوی خانمشان یاسمین از ایشان جدا شدن، نمیدونم، شخصی ما کاری نداریم. بعد نوشتن که من شنیدم رضا پهلوی زیر نامه تجزیه ایران را امضا کردن ولی متعصبین نمیخواهند بپذیرن. ببینید دوستان، یه مقداری بیاین ما هم متعصب نباشیم، احساساتی نباشیم. آقا کجای دنیا میان اگه میخوان یه جا رو تجزیه کنن قراردادی می‌نویسن، بعدم میدن به یه کسی که هیچ کاره هست، بعدم اون انقدر احمقه که بیاد امضاش کنه. از اینکه رضا پهلوی احمقه من هیچ حرفی ندارم، ولی دیگه فکر نمی‌کنم یه همچین کارهایی انجام بده. ضمناً شما چون مخصوصا مهندس هستید و اینها، در رابطه با این سازمان‌هایی که درست می‌شد افرادش رو می‌گرفتن، حتی اعدام و زندانی می‌کردن، ولی سازمان رو از بین نمی‌برن، اتفاقا من یه مقاله می‌خوندم که خیلی از این سازمان‌ها رو خود حکومت‌های دیکتاتوری راه می‌اندازن که به این وسیله مردم بیان اونجا داخلش هم شناسایی بشن که هر وقت خواستن بگیرنشون، هم بعدم اینو باز می‌ذارن که بگن بفرمایید ما اپوزیسیون هم داریم. شما لطف کنید اون شبیه سازی که گفتید منظورتون چیه؟ ضمناً نظرتون رو درباره سازمان مجاهدین، چون چند بار بهش اشاره کردین که اینها چند تا جوان بودن با یک ایده و عقایدی آمدند و این کار کردن، خب اون موقع هرچی فلسفهشون بوده 50 و چند سال پیش گذشته، نظرتون درباره شون چیه؟ امروز آیا اینا کاری انجام میدن یا اونها هم منفعل همینجوری آواره شدن، یه عده اینا هم اسیر کردن؟ بسیار عالی. ببینید، راستی بهترین سیاست است. درستی خوشبختی میاره و راستی درستی میاره. بنابراین هر سازمانی که با پنهان کردن ایدهاش، با پنهان کردن خواسته ها و با پنهان کردن سیاستش در حقیقت میخواد کرسی رهبری رو به دست بگیره، کلاهبرداری میکنه. حالا بعضی وقتا دانسته کلاهبرداری میکنه، بعضی وقتا نادانسته. من این رو به قضاوت مردم ایران میگذارم، برای اینکه خودم یکی از مردم ایران هستم و به عنوان یک ایرانی اینجا صحبت میکنم، نه به عنوان اینکه من رهبر فلان سازمان هستم یا من خدمتگزار بیشتر نیستم. بنابراین به عنوان یک ایرانی صحبت میکنم. مردم ایران 1400 سال زیر چتمه اسلام بودن. خیلی خوب، در غرب هم 1800 سال زیر چتمه های به اصطلاح کلیسا بودن، مهم نیست. ولی به ویژه در 200 سال گذشته مشخص شده که چه واقعا ضربات سنگینی این اسلام به ایران و ایرانی وارد آورده. حالا اگر اینها رو ندیدن، به ویژه مشخص شده
که در 41 سال گذشته چه ضربات سنگینی و چه واپسگرایی هایی در این دین اسلام هست. سازمانی که مدعی است میخواد بیاد منافع خلق ایران، میگه سازمان مجاهدین خلق ایران. اگر بگه سازمان مجاهدین ایرانی یک بحثی است، ولی اگه میاد مجاهدین خلق ایران یعنی تمام ایران رو در بر بگیره، همه مردم از دست اسلام به ذله در اومدن. ولی اینها میان و در برنامه هاشون می نویسن که ما خواهان دموکراسی هستیم، خواهان آوردن به اصطلاح برابری زن و مرد هستیم. بعد برید زندگی زن و مردهای اینها رو ببینید، چه زندانهایی برای زنان ایجاد کردند، چه خرابکاری که بر سر زنان در داخل سازمان خودشون آوردن. بعد دخترای ما در داخل ایران در به اصطلاح با شجاعت ایستادن در مقابل ارتجاع داخل ایران، اینها میخوان برن توی ایران لچک سر مردم ایران بکنن و ضمناً میخوان برن در داخل ایران و صحبت از کتابچه‌ای میکنن که این کتابچه پر است از به اصطلاح اشتباهات فاحش در درون آن. حالا من بحثی ندارم که این ایده های اونها هست، ولی ادعای این که یک همچین برنامه و یک همچین ایده‌ای و یک همچین مذهبی دموکراتیک هست، من سوال میکنم. بنابراین من سوال میکنم از مهندسین، از دکترها، از پژوهشگرها، از دانشجوها، از کسانی که به اصطلاح فریخته و سواد خواندن و نوشتن دارن و در درون این سازمان هستن، میپرسم چگونه امکان داره مذهبی که واپسگرا و به اصطلاح زن کش هست، مذهبی که زن رو کمتر از مرد به حساب میاره و هزاران اشتباهی دیگر که هر وقت خواستن ما باشون حاضریم صحبت کنیم و بارها هم از اون دعوت کردیم که بیان صحبت کنن رو در رو، چگونه امکان داره یک همچین سازمانی صحبت از دموکراسی کنه؟ وقتی اینکه این تناقض ها رو شما میبینید، پی میبرید که حرف یک سازمان و عمل یک سازمان دو تاست. بنابراین در یک همچین مسائلی ما ایراد داریم. و ضمناً اینها کسایی بودن که اون زمانی که ما داد میزنیم که آقا این خمینی فلان هست، فلان هست، ایران هست، اینها میگفتن خیر همچین چیزی نیست، ایشون امام نمیدونم چندم است و غیره. اینها اومدن یک سازمان تشکیل دادن به نام شورای ملی مقاومت. در درون اون سازمان به خاطر سرکوب رژیم نیروهای دیگر رو دعوت کردند، ولی در درون همون سازمان اعلام کردند که چون تعدادشون بیشتر از دیگران هست حق وتو به خودشون دادن، چون تعدادشون بیشتر از دیگران هست خودشون 20 رأی دارن و سازمان‌های دیگه هر کدوم یک رأی و تصمیم گیرنده آینده اونها هستن. اینا دموکراسی نیست. اینها در حقیقت شما از بعد از مرگ رهبران اصلی این سازمان، وقتی که این سازمان رو نگاه میکنید، از زمانی که شما برید به اصطلاح اون به گفته های آقای شاه سبندی رو که به خیر البته به نظر خودش به درستی از سازمان مجاهدین دفاع میکنه، وقتی میشینید و گوش میدید، در کنه اون اگر ریشه یابی کنید، آقای شاه سبندی خودش آدم درستی بوده، هنوز هم هست، نمیدونم فوت کردن یا نه، به نظرم هنوز هستن. ایشون وقتی بررسی وقتی شما بررسی میکنید، پی میبرید که در حقیقت رهبریتی که در درون زندان بود بسیار از کسانی رو که بیرون بودن لو داده. حالا لو داده یا نداده، من میدونم که خود من درگیری داشتم با اینها در خارج از کشور. اینها به من ایجاد درگیری کردن، فحاشی کردن، زد و خورد کردن و من چیزی به جز آزادی مردم ایران و حق و حقوق مردم ایران نمیخوام. بنابراین سازمانی که حقوق مردم ایران رو میاد محدود میکنه به 10 واحد بسیار بچه بازی، اونم 10 واحدی که بعد از اینی که گوشزدهای سنگین بهش شد تقریبا عوضش کرده و حالا یک مقدار به اینها رنگ و روی بهتری داده، ولی هنوز عقب مانده است، در خور این که بیاد ادعا کنه که نمیدونم رئیس جمهور داره و فلان اینها نیست. هر سازمانی در درون ایران یا خارج از ایران که جلسات سالانه و آزاد دموکراتیک انتخاباتی نداشته باشه، در حقیقت به ریشه دموکراسی چه در درون و چه در خارج از ایران لطمه زده و اعتقادی نداره. بنابراین این سازمان در 41 سال گذشته پس از مرگ رهبران اصلیش، حالا میتونستیم بگیم اون موقع زیر فشار فاشیسم بود، ولی از بعد از اون هیچ سالی جلسات سالانه انتخابات نداشته که رهبریت رو خودش تعیین کنه، به اصطلاح کمیته ای رو که اونجا رو میگردونن خودش تعیین کنه. بنابراین همچین سازمانی نمیتونه دموکراسی رو در درون ایران بیاره. در رابطه با آش پسر رضا پهلوی ما صحبت از این کردیم که برای در افتادن به رژیم چند محور فعالیتی نیاز است. 3 محور ما نام بردیم، یکی از اونها ایجاد دولت در تبعید بود.
و ایجاد این بود گروهی بود که دور هم جمع بشن و از الان نقشه به اصطلاح آینده ایران رو از الان بریزن. هنوز مرتب گفته های ما خشک نشده، هنوز صحبت های ما به اصطلاح جا نیفتاده. سریعا در عرض کمتر از چند هفته آقای حاج پسر رضا پارانی اعلام کرد دولت در تغییر میخواد تشکیل بده، شورای مدیریت کزاز ایجاد شد و همه سعی کردن همون گفته ها رو به اصطلاح اعلام کنن و آمدن هم کردن، اون در حقیقت کپی میزنن. حالا مهم نیست، ما همونجور که بحث کردم مشکل ما نباید این باشه که اینها بیان کپی بزنن. مشکل این هست که ما در کنار اون سه محور اعلام کردیم که آقا اگر یک همچین دولت در تبیلی هست برای چی هست، برای چه خواستهایی هست. اونها میان این دولت در تبعیدش رو یا درست یا بد بر میدارن، ولی حاضر به اینی که اعلام کنن خواسته های مردم ایران چی هست هرگز زیر بار یک همچین مسائلی نمیرن. اونجایی که خانم گفتید، یک خانم شیرازی، بله خانم شیدا شیرازی، بله اونجایی که گفتید خانم شیدا شیرازی در رابطه با به اصطلاح تجزیه برخورد کردن، این هست که شورای مدیریت کزاز در حقیقت بار اول که اومد برنامهش رو اعلام کرد، حتی اعلام کرد یک نفر رو از ایل قشقایی معرفی کرد و گفت که اینها سرزمین خودشون رو در استان فارس میخوان که هر جا خواستن برن یلاق کنن، هر جا خواستن برن قشلاق کنن. اما صحبتی از این که علم و دانش و به اصطلاح وظیفه اینها نسبت به بقیه کشور چی هست و سهم اینها از درآمد و منافع مالی مردم کشور چی هست نیست، ولی اینها برن دنبال کارشون، دنبال نخودسیا، نمیخواد دخالت کنن در بقیه کشور. کردستان رو همین کار میکنیم، بلاد رو همین کار میکنیم. همین آقای حاج پسر رضا پارانی تا امروز در رابطه با این تجزیه طلبی هیچ اعلام موضعی نکرده. بنابراین زمانی که اعلام موضعی نکرده یا پذیرفته این رو، ایشون مدعی هست که به اصطلاح زاده از یک حاج محمد رضا پارانی هست که میگه یک روزی سلطان ایران بوده. بنابراین سلطان زاده از ولی عهد هست، چون ایشون هم مسلمان زاده است و مسلمان پرست هست و اسلام پرست هست، میگه من ولی عهد ایرانی ها هستم. بنابراین ایشون باید بیاد و در مقابل این تجزیه طلبی ها و این نقشه های تجزیه گرانه وایسه و موضع بگیره و هرگز هم که این موضعی نگرفته. در رابطه با مرگ به اصطلاح همون قاسم سلیمانی، جلاد بسیار از جوانان ما، در حقیقت ایشون هیچ موضعی نگرفته و فرار میکنه از این مسائل. بنابراین بله، به نظر من صحبت ایشون، این خانم، اگرچه مدرکی در مقابل ما نیست، اما عدم عمل اون کسی که اونجا ایستاده درست مشابه سازمان مجاهدین که حاضر نیست رهبریت مردم ایران رو بپذیره. دیروز صحبت بود با یک چند نفر، گویا اینها صحبت میکنن و میگن که 120 هزار به اصطلاح اعدامی داشتن. من رو به یاد یک مثلا انداخت، اگر یادتون بیاد، در اوایل انقلاب انفجاری روی داد که نزدیک 100 نفر درش از بین رفتن و جمهوری اسلامی اعلام کرد که 72 نفر مردن و این 72 رو گذاشت پای به اصطلاح کسانی که با حسین ابن علی به اصطلاح مبارزه میکردن برای یزید. سازمان مجاهدین هم میگه 120 هزار پیغمبر نمیدونم خدا فرستاده، ما هم 120 هزار نفر به اصطلاح اعدامی دادیم، بنابراین ما هم خدایی هستیم. اینا حقوق بازی هست، در صورتی که این سازمان، در افراد این سازمان مبارزات بسیار سنگینی کردند. افراد این سازمان تشکیل شده از انسان‌های بسیار غیور، انسان‌های بسیار واقعا آزاده هستند، ولی تحت رهبریتی که دست خودشون نیست حرکت میکنند. بنابراین شدن مثل اینکه یک بزرگر این اجنبی در جلو اینها انداخته، تحت کنترل خودش زنگوله رو اون به صدا در میاره و ما بقیه به اصطلاح باید دنبال این راه بیفتن. بنابراین شبیه سازی ها میشه. من همونجور که بارها گفتم، حتی اگر ما بیام تمام این راه درون ایران رو متحد کنیم، شما صحبت جالبی کردید و نام بردید از این سازمان هایی که من توی اون اعلامیه براتون فرستادم، بله نزدیک یک، اول با یک گروه 50 نفری شروع شده، بعد شدن 100 نفر، بعد شدن 300 نفر، الان یک گروه 500 نفری از سازمان های گوناگون، از کسانی که همونجا اسمشون به اصطلاح سازمان هایی که برده، همه الان در درون ایران دور هم جمع شدن و مبارزه میکنن. ما هم از مبارزه اونها دفاع میکنیم و گفتیم هر کسی هم که طرفدار ما هست بایستی در رده اونها بیسته و برای آزادی و حق و حقوق مردم ایران مبارزه کنه. و خواست اینها هم براندازی هست، نه اینی که آقا جون شما بیا کوتاه بیا و کنن اینها به مثل به اصطلاح حاج پسر رضا پارانی. خیر،
گفته های همین اعلامیه که من به شما دادم این است که این رژیم از سر تا پا بایستی بره و هر کسی که دستش به خون مردم آلوده شده بایستی پاسخگو در دادگاه عدالت اجتماعی باشه. بسیار ممنون. شما به کردها اشاره کردین. آقای رضا مرادیان سوال میکنن که رضا هستم سلام، چه نوع سیستم میخواهید؟ نمیدونم سوالشون از شماست یا از من. من که حقیقتا بارها گفتم حتی توی آمریکا هم این رای گیری ها و اینها دیگه نشون داده که خیلی آبکی و پولکی شده و دیگه ناامید، ولی من فکر میکنم سیستم جمهوری بهتره. نظر شما چیه؟ ضمناً آقای منافی هم نوشتن که اگر کوریج دارید برید ایران. اگه ایشون یکم مؤدب‌تر صحبت کنه ما هم خوشحال میشیم و ازشون بیشتر استفاده میکنیم و یاد میگیریم. خانم شیدا شیرازی هم نوشتن رضا پهلوی طلاق گرفته. نمیدونم قبلا اینا جدا شده بودن چون خانمش رفته بود با یه آقایی دوست شده بود، حتی رفته بود فرانسه زندگی میکرد، ولی خانم فرع پهلوی رفت اونجا آوردش، لابد با همون به اصطلاح صحبت ها و داستان های به اصطلاح ارث و میراث و تراست و اینها. آقای نیساری، آقای انصاری هم، احمد علی مسعود انصاری هم که سالها هم با شاه بودن هم با رضا پهلوی نوشتن تنها با حقیقت با آزادی میرسیم. شما لطف کنید پاسخ بدید به آقای رضا مرادیان، شما دنبال چه سیستم حکومتی هستید؟ مثل کجا؟ مثل کدام کشور؟ بسیار عالی. ببینید یکی از شرکت کنندگان برنامه شما به راستی مسئله دموکراسی رو خیلی قشنگ توضیح داد، آقای لادن. ایشون دقیقاً، من همیشه بحثم در رابطه با دموکراسی این بود که دموکراسی دیکتاتوری اکثریت هست بر اقلیت، و اون جایی که این دموکراسی میشه دیکتاتوری اکثریت بر اقلیت هست که واقعا خرابکاری میشه. و ایشون هم وقتی که توضیح دموکراسی رو میداد در حقیقت همین گونه برخورد میکرد. ببینید اگر ما سه مسائل رو فقط صرفاً سطحی نگاه بکنیم، میگه آقا جون در دموکراسی اکثریت رأی میاره و بر اساس اون اکثریت بر کشور حکومت میکنه. خب شما الان نگاه کنید، در داخل ایران سال 1357 اکثریت رأی گرفتن، آقای خمینی رو سر کار آوردن، یک جمهوری اسلامی رو بر مردم ایران حکومت کردند که البته همه اینها فریب و نیرنگ بود، بدون سیستمی که نه شمارشش میتونست یک روز تعیین کنه، نه واقعا سیستم کامپیوتری درستی در داخل ایران بود، چرا در خارج نبود، چرا صد در داخل ایران. سریع اعلام کرد که 98.2% مردم به اینها رأی دادن. میلیون ها ایرانی در دهات زندگی میکردن، معلوم نبود اینا به کی رأی دادن به کی رأی ندادن. بعد اعلام کردن در کل شیراز 300 نفر مخالف داشتن. خب من خودم یکی از اونها بودم. حالا کار نداریم. بنابراین اگر به اونجا برسه که همچین دموکراسی که دیکتاتوری اکثریت بر اقلیت هست در حقیقت به درد نمیخوره، در کشورهای غربی به خاطر اون انحصاری که من صحبت کردم، انحصار مالی، انحصار علمی و انحصار سیاسی، در حقیقت این دموکراسی شده دموکراسی اکثریت مالی بر مردمی که فقیر هستند، و اینجا هست که کار خراب هست. وگرنه دموکراسی زمانی هست که حق و حقوق اقلیت محترم شمرده بشه. مثلا در ایران یک نفر میاد میگه آقا حکومت اسلامی است، من میگم آقا بنده ضد اسلام هستم، ولی من حق و آزادی بیان دارم، من هم اجازه دارم برم در انتخابات به اصطلاح ریاست جمهوری یا پادشاهی هر چی شرکت کنم، من هم حق دارم رئیس بشم، من هم در رابطه با قانون در برابر قانون همون حق و حقوق رو دارم که مسلمان داره. مثال میزنم. بنابراین دموکراسی زمان دموکراسی هست که حق و حقوق اقلیت‌های مردم رو به رسمیت بشناسه، ولی ما اضافه بر اون میریم، چون ما در به اصطلاح 150 سال گذشته انقلاب، به اضافه شاید بگم 300 سال گذشته، ما از انقلاب فرانسه که به این ور حرکت کردیم، انقلاب فرانسه رو داشتیم، انقلاب به اصطلاح آمریکا رو داشتیم، انقلاب روسیه رو داشتیم، انقلاب مشروطه رو داشتیم، انقلاب مکزیک رو داشتیم و چیزهای دیگر رو داشتیم. این دموکراسی خودش رو گسترده تر کرده. بنابراین سیستمی که در درون ایران ما میخوایم بر سر کار بیاد، سیستمی هست که بر اساس مشارکت مردمی، بر اساس مردم سالاری، قانونگذار تنها مردم هستند،
اما با احترام گذاشتن به چند واحد، به چند ماده ویژه و مهم که من اون رو در سایت با منشور پارچگی ایران گذاشتم، 14-15 واحد هست. مثلا این هست که حق و حقوق زن و مرد مساوی است بدون هیچ گونه به اصطلاح تفاوتی و ایجاد تبعیض و چیزهای دیگری، حق و حقوق خورد و خوراک داشتن، مکان داشتن و اینها سر و سفره‌شون باشه. هیچ کسی نبایستی در ایران، نه تنها در ایران، ما صحبتمون در رابطه با ایران هست، ولی این به انسانیت برمیگرده. در دموکراسی هیچ کس نبایستی گرسنه بخوره، امکانات بایستی برای همه باشه. نبگیم که آقا جون امکانات مثلا مالی برای کسی هست که میلیاردها دلار توی جیبش هست بیاد همه جا رو زیر کنترل خودش بگیره، بعد اون کسی که فقیره بره بانک بخواد پول قرض کنه و حتی ایده های خوبی هم داشته باشه بزنن توی سرش بندازنش بیرون. بنابراین این دموکراسی از اون صحبت دموکراسی که 100 سال پیش در رابطه باش صحبت میکردن بسیار پیشرفته تر هست و اگر بخوام با سیستم های غربی بسنجیم یک چیزی سنگین تر و محکم تر از سوسیال دموکراسی هست. هیچ ربطی به کمونیسم نداره، هیچ ربطی به کشورهای سوسیالی جمهوری سوسیالیستی نداره. مشارکت مردم، من همیشه این رو گفتم، این بحث رو قبلا هم کردیم ما، آی سوربی یادتون باشه شما گفتید که کارهای سنگینی در دنیا انجام گرفته و چپ رو دوباره نمیان از دوباره ادعا کنن. این صحبت درست است، ولی ما مردم ایران هم فرهنگ خودمون رو داریم، ما هم انسان دوست هستیم، ما هم ریشه به اصطلاح کهنی در رابطه با نگاهداری از خودمون و خانواده‌های خودمون داریم. بنابراین اونها رو هم بایستی شرکت بدیم و سعی کنیم که هیچ فرزند ایرانی گرسنه شب سر با بربالی نگذاره. خواست ما این است. بسیار ممنون. شما مهندس هستید، میدونید وقتی یه طرحی تو فکر یه نفر میاد، حالا یا ساختن یه منزله یا انجام یه کاری، از طرح شروع میشه، بعد به برنامه میرسه، به نقشه، بعد اجرا. شما به ما و دوستان میگید که برن صفحات شما رو نگاه کنن و ببینن چه کارهای انجام شده. خود شما رو ما قبول داریم. اگر قرار باشه از A to Z باشه یا از 1 تا 100 باشه یا از الف تو یه باشه، شما فکر میکنید این برنامه‌هایی که داشتید موفق بوده، استپ بای استپ جلو رفته؟ کی نظارت میکنه؟ چه کسی میاد به شما بگه که اینجا سرعتتون خوب بود، اینجا بد بود، این کار اشتباه بود، نباید تکرار بشه، یا این کار خوب بود دوباره تکرار بشه؟ آفرین. شما معلوم نیست سوربی که هیچ وقت حالا آتش راه ننداخته بود. اگر آتش راه انداخته بودید میدونستید که از یک جرقه شروع میشه. این جرقه رو ما نمیام به یک کنده سنگین تر بزنیم، این جرقه رو به یک چوب نازک خشک میزنیم، بعد اون رو روشن میکنیم، بعد میرسه به چوبهایی به اصطلاح کلوفتر، تا اینکه کل اون هیمه‌ای که ما میخوام آتش بزنیم آتش بگیره. زندگی هم همین های سوربی. من یادم هست در جوانی بسیار جوان بودم، کتابی میخوندم از یک انقلابی، گرفته بودن میخواستن اعدامش کنن، یارو مأمور زندان اومد گفت این همه مدعی ریاست و فلان بلان هستی، اومدم ببرم پای جوخه اعدام، چه آرزویی داری؟ نزدیک سر برگ نوشته بود، گفت من این رو به شما میدم به عنوان آخرین به اصطلاح وصیتم، این رو ببرید بدید به فلانی، من رو ببرید اعدام کنید. در اون کتاب این نوشته بود، یعنی اونها اقل احمق بودن که این کتاب نخوندن، آوردن بیرون و دادن. نوشته بود که شما امروز من رو به مرگ محکوم میکنید، ولی 200 سال دیگر تاریخ شما رو محکوم میکنه. بنابراین زندگی یک زندگی به اصطلاح پیش رو هست. شما روزی که به دنیا آمدید می دویدید، روزی که به دنیا آمدید معلم مدرسه بودید، نه توی اون دوران به اصطلاح تحصیل یاد گرفتید و رفتید جلو کار کردید. منظور من قسمت یادگیریش نیست، یادگیریش به مردم مربوط میشه. منظور من این است که مردم ایران هم در درازای تاریخ و حالا هر چه زودتر امیدوار هستم تا نیروی همه ما، تا نیروی همه ما، و بس من همیشه این بوده، اگر توی این لیست شما اون همه آدم رو میبینید، بس من بستر جلوگیری از همین انحصار طلبی است. من به قدرت خدای یگانه اعتقادی ندارم، اما به قدرت مردمی اعتقاد دارم. چرا؟ برای اینکه در انقلاب 1357 در خیابان نمازی و بین فلکه ستاد و چهارراه زند، دیوار 1 متری ساواک رو
که 4.5 متر 5 متر هم بلندیش بود، با جوانها با هیئت مردمی قول دادیم و انداختیم. من به همچین چیزی اعتقاد دارم، برای اینکه در عمل هم دیدم. بنابراین شکست من اصلا مهم نیست، ولی اینی که ما مردم ایران ببینیم که آقا انحصار طلبی، یعنی اون کسی که بیاد در ایران و بگه آقا جون تنها حزب جبهه ملی ایران، تنها حزب نمیدونم فرزاد نیساری، تنها حزب آقای سربی، تنها حزب نمیدونم رضا قلدر بزدر، اینها جز خائن کسی نیستن. باید ما یاد بگیریم پس از 200 سال سرکوب شدن، پس از 200 سال که مال منال ما را اینا بردن، بایستی یاد بگیریم که در کنار یکدیگر و پشت به پشت هم برادر بی برادر نی کند راشت. اینجوری بایستی راحت کنیم. مسئله من مسئله امروز نیست و مسئله من دراز مدت است، کما البته اگر از دست برسه و از دستمون برسه و فردا پیروز بشیم چه بهتر. بسیار ممنونم. اگه لطف کنید بعد از برنامه سری به فیسبوک بزنید و به دوستان اگر سوالی دارن یا نظری دارن جواب بدید یا در مورد نظرشون صحبت کنید و بنویسید، ممنون میشم. شما دو تا مثال زدید که خیلی جالبه، یکی اون آتش را انداختن. نه من هیچ وقت آتش را نمینداختم، آدم تنبلی هستم، میرم با گاز و این چیزا. و ولی یه چیزی از شما بپرسم، اگه رفتیم یه جایی و گفتن آقا فرزاد خوب آتش را میندازه، شما رفتی خار خاشاک آوردی و مام چوب آوردیم و هیزم آوردیم و هی زدی، هی باد اومد یا خیس بود روشن نشد، آخه تا چقدر آدم هی میتونه بگه حالا صبر کنین من آتش را میندازم؟ بالاخره مردم خسته میشن میگن آقا نخواستیم این آشی که شما میخوای بپزی، ما میریم یه ساندویچ تخم مرغ میخریم یا نون پنیر اون میخوریم. در مورد روزی هم که دنیا اومدیم راه نرفتیم کاملا با شما همعقیده هستم، مخصوصا الان که 3 تا نوه دارم میدونم چجوری باید اینا روز به روز قدم به قدم پیش برن. ولی اگر یکی از نوه ها شد 3 سال ولی راه نرفت، میفهمیم اشکال داره. اگه یکی از بچه ها شد 2 سال ولی 2 کلمه صحبت نکرد، میفهمیم اشکال داره. ممکنه روز اول رو نشه به ننه و باباش بگیم، ولی بالاخره ماه دوم بهش میگیم که ببین درسته این بچه شماست، خیلی هم دوستش داری، ولی این نرمال نیست. من فکر میکنم که این آتش شما دوستان آشی پخته نمیشه. من فکر میکنم این بچه مشکل صحبت کردن داره، مشکل راه رفتن داره. حالا ببینیم نظر دوستان چیه. دوستان همینجا بنویسید، بنویسید شما با من موافقید یا با آقای نیساری موافقید. ضمناً برید این جنبش ها و حرکت هایی که انجام دادن، از نامه نوشتن، نامه به سفارت چین، نامه به سفارت روسیه، آخه مثل این میمونه که من یه نامه بنویسم بذارم در خونه بگم آقای دزد لطفاً اینجا دزدی نکن برو خونه بغلی، چقدر خنده دار میشه، چقدر اون دزده میخنده، بعد میگه این حتما چیزای خوبی داره باید بیام داخل. من ساکت میشم، شما بفرمایید آقای نیساری. بله البته آی سوربی به همین سادگی نیست و بستگی به دید شما نسبت به جمعیت کره زمین داره. اگر ما نامه‌ای به سفارتی می‌نویسیم حتما نظری داریم، وگرنه این نامه رو نمی‌فرستادیم. ما این نامه رو به عنوان برای تاریخ می‌نویسیم و این نامه رو می‌نویسیم چون 60 سال بر روی اصطلاح کنه خودش می‌ایسته در مسائل بین‌المللی. بنابراین تا 60 سال دیگه من می‌تونم بقیه اینها رو بگیرم و به همین سادگی هم نیست. اگر من نامه‌ای به روسیه می‌نویسم یا به جای دیگری می‌نویسم حتما علتی داره که می‌نویسم، چون من یک حقوق‌دان هم هستم. حالا برگردیم بر سر اون مسئله خیلی ساده‌تر که آتش راه انداختن بود. بحث من این است که اولا اگر من بدونم چجوری آتش راه میندازم، مطمئن باشید من اون آتش رو راه میندازم. ولی بحث من این نیست که من اون آتش رو راه میندازم. بحث من این است که آقا اگر میخوام این آش رو بپزیم، هم میهنان من، هم فکران من، کسانی که میخوان همه با هم آزاد بشیم و فرزندان آینده ایران رو در آسایش و آرامش پرورش بدیم، که بچه های من باشن، بچه های شما باشن، بچه های قومخیش های شما باشن، بیایید دور این حلقه بزنید و با حلقه زدن جلوی باد رو بگیریم که ما بتونیم این آتش رو به اصطلاح بدون باد راه بندازیم. ولی یک چیز من به شما بگم آقای سوری، اتفاقا یکی از مسائلی که در آتش راه انداختن مهم هست و این رو برای کسایی میگم که کباب راه میندازن، دقیقاً شما اگر کبابی های شیراز یادتون باشه قدیما، بغل دست به اصطلاح اجاق یک دونه پنکه بود،
که بتونه باد بزنه و اکسیژن برسونه به همون چوب. بدون اون اکسیژن این چوب گار نمیگیره. یا باد بزن. پای سندان آهنگر، من پای سندان آهنگر ایستادم. از اگر پای سندان آهنگر بیستید، بغل دستش یک چیزی هست مثل کیف هست، با دستش اینجوری میکنه، هوف هوف باد و اکسیژن رو میکنه توی آتش که این آتش گار بگیره، چون آتش با اکسیژن نیاز داره. برای همین هست که در ساختمان هایی که میخوان جلو آتش گیری سوزی رو بگیرن، درها رو طوری درست میکنن که جلوی نفوذ اکسیژن رو بگیره و این آتش خفه بشه. بنابراین هرچی باد بیشتر بیاد، من قولتون میدم، هرچی باد بیشتر بیاد ما آتش بهتری درست میکنیم. ولی بحث من این هست آقای سوربی که ما از شکست هیچ غمی نداریم. شما اگر تاریخچه کسانی رو که در مبارزه کردن و جنگیدن نگاه بکنید، بعضی ها شکست خوردن، مردن، رفتن، بعضی ها هم پیروز شدن، اما کسانی که پیگیری کردند، ایستادند، پیگیری کردند و فشار آوردند، بالاخره به نتیجه رسیدن. حالا مسئله این است که ما، بحث شما این است که این نتیجه بایستی جوابگو باشه، در مقابل زحمتی که ما میکشیم پاسخ خوب باشه. صحبت من این هست که همیهنان گرامی، به تنهایی این بیمایه فطیر نمیشه. مسئله مالی نیست، اشتباه نشه، بیمایه فطیر نمیشه تا همه ما جوانها جلو نیاییم، تا همه ما مردم خواسته هامون روشن نشه و نگیم که چی میخوایم و چی نمیخوایم، به نتیجه نمیرسیم. وگرنه اگر دست قهرمان بود و قهرمان میتونست بیاد ما را نجات بده، ما تا حالا ده ها قهرمان را از دست دادیم. به این مسائل نیست، مسئله به این هست که ما جلو این انحصار طلبی سیاسی رو بگیریم، جلو اینکه یک سازمان مدعی شه که رهبریت همه ملت رو در اختیار داره بگیریم، برای اینکه میشه همون آش همون کاسه‌ای که خمینی اومد و این کلاه رو سر ما گذاشت. اجنبی الان گیر کرده، آبروی شاه رفت، از سال 50 تا 57 نمیدونست چه کار کنه. این خمینی رو در آستین که داشت، قبلا هم از سال 40 داشت می آورد بالا، آماده کرده بود و فرستاد و انداخت به جون ما. حالا مسئله این است که الان به چیز افتاده، به اینی که چه کنم افتاده، ولی نداره راه حل. هر کسی رو که میاره جلو سرکو مردم کلاه بگذاره، در حقیقت یک جای کارش باد میده و در این اساس است که پشت سر هم سازمان های نوین رو داره میاره. ما مردم ایران نبایستی پشت اینها را بیافتیم، بلکه بایستی با روشن کردن خواستهای خود، در حقیقت حالا من میگم، بعد شما میگه خیر مردم میتونن رهبر باشن، به نظر من مردم میتونن رهبر باشن. رهبر بایستی باشن و بایستی خواسته هاشون رو به رهبریت برسونن و بگن آقا جون هر کی از این خواسته ها طرفداری کرد ما میپذیریم، و اون کسایی هم که میان بایستی عملا در بیان، در نوشتار، در گفتار، در حرکت از اون خواسته ها دفاع کنن، اگر نکنن بیفایده است. بسیار ممنونم، برای شما اوقات خوبی آرزو میکنم. دوستان، من فیسبوک شما رو نشون دادم، یه بار دیگه هم نشون میدم، با همین فرزاد نیساری خیلی ساده میتونن تماس بگیرن، اگر صحبتی سوالی دارن شما پاسخگو بودید و هستید، ما هم از این بابت ممنونیم. خیلی ممنون که با ما بودید آقای نیساری. با سپاس بسیار از وقتی که به من دادید. همه شما را به دست زندگی خوب میسپارم. ممنونم از شما، مرسی. روز خوش. دوستان عزیز، با آقای فرزاد نیساری بودیم و شما هم میتونید در مورد برنامه ایشون نظر بدید، شما هم میتونید برنامه خودتون رو داشته باشید و در تلویزیون مردم بارها گفتیم، یک بار دیگه هم میگیم، از مردم، با مردم، برای مردم و با حمایت شما مردم. این صفحه حمایت رو هم نشون بدیم، paypal.me ساده ترین راهش هست، مردم تیوی. یا اگر مشکلی بود، دوستان زنگ زدن آدرس گرفتن و ما هنوز منتظر نامه هستیم. البته نامه ها در آمریکا سرعتشون کم شده، اون را هم باید ممنون باشیم از ترامپ شارلاتان. خانم شیرازی نوشتن شاه خودش رو از تو چاه در آورد و توی چنبه انداخت، از کمونیسم میترسید، گیر انداخت افتاد، یه هم چیزی، از چاله در آورد به چاه انداخت. بله، از کمونیسم میترسید، انقدر رفت در دامان آخوندا، و این آخوندها فرزندان خلف شاه هستند و حقیقتا ادامه حکومت سلطنتی شاه. آقای مرادیان هم میگن که مهمان محترم شما، حرف ایشان سیستم سرمایه
داری ملی میخواهد. آقای مبصری هم نوشتن بحرین اسرائیل را به رسمیت شناخت و مبادله سفیر کردن. این شناسایی هرچه بیشتر فلسطینی ها را ایزوله خواهد کرد، هرچند که این شناسایی بیشتر از ترس جمهوری اسلامی میباشد. اینها سالها هست که این برنامه ها را داشتن و ترامپ به خاطر اینکه اون برنامه صلح خاورمیانش شکست خورد و دامادش نتونست هیچ غلطی انجام بده، این را الان آوردن و بیرون به اصطلاح نشون دادن. و الا برید بخونید راجبش، سال 2010 در زمان اوباما این ماجرای بحرین، امارات و کویت هم یه جورایی الان مشکل پیدا کرده. در رابطه با کویت من یه نوشته ای رو دیدم که عکسی هم که همراشه، خیلی جالبه، من اینو بهتون نشون بدم. از بیسوادی ما ملت صحبت میکنه و از اینکه فوری اولا این مو و قیافه و اینها که منو برگردون به سال 1960s. میگه ما مثل سلیمانی ها اندازه کویت جمعیت داریم، اندازه کویت نفت داریم، بیشتر از کویت زمین حاصل خیز داریم، بیشتر از کویت آب شیرین داریم، بیشتر از کویت آدم سودمند و باسواد داریم، نیروی کار داریم، بیشتر از کویت گاز داریم، پتانسیل گردشگری و تاریخی و طبیعی داریم، ولی شبیه سومالی زندگی میکنیم. جواب من به این دوستمون اینه که شاید دلیلش اینه که مردم کویت یه همچین نابغه‌ای مثل شما رو با این سیبیل و مو ندارن. یک بعد دوست عزیز برو بخون الان ببین کویت تو چه مشکل بزرگی هست و چجوری داره اونجا زندگی میکنه. عکسای بسیار زیادی دارم که یکیش از همش بهتر اینو بهتون نشون بدم که ما زیاران چشم یاری داشتیم، این حال خودمون رو بیان میکنه. بله دوستان، اونایی که این برنامه رو میبینید موافق هستید باید حمایت کنید، ولی اونایی که بعدشون میاد دشمن هستن، جز کارشکنی، جز این که مثل چی بگم، شغال شب وقت دیر وقت بیان زنگ بزنن، پیامی بذارن، صداشون رو عوض کنن، دستشون رو تو دهنشون کنن، کاری انجام نمیدن. پس اگه شما هم حمایت نکنید، خب ما هم راحت میبندیم و میریم. این تهدید نیست، یک حقیقته. همونجوری که گفتم بالاخره معلوم شد که داور حدود 6 ماه سرطان داشته، بعدم در اون یکی از بیمارستانهای اینجا فوت شده. خب روز روزگار به شما خوب و خوش. بریم برنامه ها رو پی بگیریم که اولین برنامه میشه برنامه آقای حسن ارشاد از ایران، برنامه شماره 200 و چند. آقای ارشاد برنامه شماره 286. خیلی ممنون که با ما بودید. روز روزگار بر شما خوش. مرسی.